باشه بسر. بینندگان عزیز تلویزیون کامل، درود بر شما. از طرف خودم و همکاران این برنامه، برنامه گفت و شنود، سلام های ما رو بپذیرید و امیدواریم که هر کجا که هستید شاد و تندرست و سلامت باشید. قبل از آغاز برنامه به خاطر وقفه‌ای که در پخش صدا پیش اومد ازتون پوزش میخوام. منم به نوبه خودم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه گفت و شنود در این مناسبت گرامی که توسط همکارم صدیقه معرفی خواهد شد، خدمت همه شما بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. امشب دو نفری همراه همکارم صدیقه در خدمتتون هستیم برای تقدیم برنامه امشب. همونطور که رفیق فرهاد گفتن، امشب برنامه ویژه‌ای داریم. امروز 12 بهمن سال 1391 هجری که برابر هست با 31 ژانویه 2013 میلادی، 7 سال از فعالیت تلویزیون کاملا رو طی کردیم و وارد 8 سال آغاز پخش برنامه همون میشیم. برنامه ویژه‌ای به این مناسبت داریم و در این برنامه بسیار خوشحال خواهیم شد که شما عزیزان دخالت مستقیم و فعال در برنامه داشته باشید و ما هم به سهم خودمون تلاش میکنیم که گوشه هایی از برنامه هایی که تا حالا به هر حال پخش شده، درجه موفقیتش و برنامه های متنوع دیگری، کلیپ و موسیقی و ترانه هایی تقدیم حضور شما بکنیم و از پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرهای شما هم مطلع بشیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و فعالانه در بحث ها شرکت بکنید. همونطوری که رفیق صدیقه اعلام کردن، امشب همراه با شما بینندگان عزیز برنامه گفت و شنود و برنامه های تلویزیون کومله که شما طی یک سال گذشته و سالهای گذشته بیننده آن بودید، 8 شمع فعالیت این کانال تلویزیونی رو روشن خواهیم کرد. امروز پنجشنبه 12 بهمن مصادف است با آغاز به کار 8 سال فعالیت تلویزیون کومله. 7 سال پیش در چنین روزی اولین تصاویر این کانال از طریق ماهواره هارتبر بر صفحه تلویزیون ها دیده شد. 7 سال پیش با پخش اولین برنامه‌های تلویزیون کومله، موجی از شادی در میان مردم کارگر و زحمتکش در ایران و منطقه ایجاد شد. از آن روز تا کنون تلویزیون کومله با همکاری همه علاقمندانش به اهداف و آرمان‌هایی خدمت کرده که در راستای منافع کارگران و شما مردم زحمتکش بوده. تلویزیون کومله تلاش کرده که مشکلات اجتماعی رو از زاویه چپ و سوسیالیستی مورد بحث و بررسی قرار بده و کانون و منشأ رواج ایده کمونیسم، علم رهایی کارگران و بشریت از قید و بند سرمایه بوده باشد. و در نهایت با همت و همکاری دلسوزانش بر مشکلات پیشارو غلبه کرده و نبرد کنن 7 سال از عمرش را پشت سر گذاشته.
به همین مناسبت از همه دلسوزان و کسانی که به شیوه های گوناگون مستقیم و غیر مستقیم در این سالها در پیشبرد فعالیت های این کانال تلویزیونی به خصوص رفقای صفوف حزب کمونیست ایران و کومله سازمان کردستان این حزب و همه فعالین حزب در سراسر ایران و کردستان به خاطر همکاری های بیدریغشون در بهبود برنامه های تلویزیون کومله نهایت قدردانی رو داریم. رفقایی که در این راه فداکاری کردند و تلویزیون کومله رو به اینجا رسوندند. فعالیت این کانال تلویزیونی متکی به تلاش پیگیر و شبانه روزی دلسوزانی است که بدون آموزش، بدون انتظار و چشم داشتی و در پروسه خود آموز توانستند تا به امروز فعالیت‌های فنی و برنامه‌ای تلویزیون کومله رو تضمین کنند. جا دارد از همینجا و به این مناسبت از همه همکاران این کانال در استودیوهای کردستان، سوئد، آلمان و سایر کشورها و همچنین از خبرنگاران و گزارشگران و همکاران محلی تلویزیون کومله در خارج و داخل ایران یک بار دیگر قدردانی بکنیم و فعالیت ها و همکاری هاشون رو به این مناسبت یک بار دیگر ارزش گذاری کنیم. اما اون نکته ای که مهم است این بخش است که این کانال بدون داشتن بیننده، بدون داشتن علاقه من به برنامه هایش نمی توانست در چنین موقعیتی قرار بگیره و در میان رسانه های پرزرق و برق بورژوایی به یکی از کانال هایی تبدیل بشه که نامش در مدتی کوتاه پر آوازه بشه. جا دارد به این مناسبت از کلیه هنرمندانی که طی سالهای گذشته و تا به حال با ما با فرستادن کارهای هنریشون و با حضور در برنامه ها و گفتگوهای تلویزیون کومله همکاری داشتند قدردانی بکنیم. جا دارد از کلیه فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش انقلابی مردم کردستان و تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی که در گفتگوهای برنامه های تلویزیون کومله شرکت کرده اند تشکر و سپاسگزاری بکنیم. و از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه های ما بوده اید، به ما پیشنهاد داده اید، از ما انتقاد کرده اید، به ما اعتراض کرده اید، در برنامه های زنده تلویزیون کومله که طی یک سال و نیم گذشته یکی از تحولات مهم در تلویزیون کومله بوده، درد دلهایتون رو با ما در میان گذاشته اید، از صمیم قلب تشکر بکنیم. شمایی که قوانین ضد ماهواره‌ای رژیم جمهوری اسلامی رو دور زدید، شمایی که در مقابل حملات کماندویی رژیم جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی و گارد ویژه برای پایین آوردن آنتن‌های ماهواره‌ایتون مقاومت کردید، شمایی که به هر طریقی متوسل شدید تا ما رو در خونه‌هایتون داشته باشید به عنوان مهمان، قدردانی بکنیم. صمیمانه هم قدردانی بکنیم. امشب هم تریبون برنامه‌ای که من و رفیق صدیقه در خدمتتون هستیم مثل همه برنامه‌های گفت و شنود در اختیار خود شماست. چه انتظاری از تلویزیون کومله دارید؟ کدام جنبه‌های فعالیت کانال تلویزیون کومله رو باید تقویت کرد؟ کدام برنامه‌ها باید بهبود پیدا بکنه؟ چه برنامه‌هایی را باید به پخش برنامه‌های این کانال اضافه کرد؟ و هر انتظاری که دارید، هر دیدگاه و نظری که در مورد برنامه‌های تلویزیون کومله و کیفیت فنی برنامه‌های تلویزیون کومله دارید، امشب هم مثل همه شب‌های دیگر با ما در میان بذارید. بسیار خوشحال خواهیم شد. قبل از این که کلیپی رو پخش بکنیم که همکارانمون در مورد تلویزیون کومله آماده کردن، اولین تلفن برنامه امشب رو پاسخ میدیم. صدای ما رو دارید بیننده عزیز؟ الو، سلام. سلام به شما. خسته نباشید. متشکرم. شما هم باید تبریک خدمت همه مسئولین و
آقای شهبانی و جنابالی که این برنامه رو میگردونه. بنده از نهاوند زک میزنم، تحلیلگر سیاسی هم نیستم، کارشناس سیاسی هم نیستم واقعا، ولی از یه خانواده کارگر زنگ میزنم و به نظر من همین که از یه خانواده کارگر زنگ میزنم خیلی بهتر از کارشناس سیاسی بودن، چون کوچکترین تبعیض و کمبینی و کمکاری که از مسئولین روی بده ما با تمام وجود لمسش میکنیم، چیزی که الان ما شاهدش هستیم. خیلی خوشحالم که تونستم ارتباط برقرار کنم. یه قطعه شعر آماده کردم در مورد کارگر، اگه اجازه بدین خدمتتون عرض کنم. تشکر و بفرمایید. بله. میگه که یادمان باشد روز باران، چشمهای خیس و گریان، در پس پرده شب گناه گناهکاران، نگاه نور بیابان، قبطه های خار و خاشاک، ابتدای آه مهتاب، این از رسم روزگاران، سایه های پشت پرده، آمد و شد شبه ها، سر و سر این صحرا، خشخش برگ درختان، نفس حبس به سینه، راز سر به مهر گذاشته، لب دوخته و دل شب، این همه سوال مرده، این همه روز پر از مه، قحطی حاصل زباران، گریه کن به رسم این شهر، به مرام این بیابان. متاسفانه تنها چیزی که به کارگر داده شده تو سرزمین من اینه که رو تابلو می نویسن کارگران مشغول کارند. بازم این جای امید داره، یه جمله در مورد کارگر نوشتن. من خواستم بگم این بخشو که در مورد حقوق زنان و کارگر صحبت بکنیم خیلی به دلم نشسته و خیلی خوشحال میشم بتونم بیشتر فعالیت کنم در این زمینه. همین، ممنون از لطفتون، تبریک میگم بازم سالگرد تأسیس شبکه کومل رو به همه مسئولین. خیلی خوشحالم که صحبت کردم، اگه امری نیست بد کنم، اگر هم بس میشوم. شما اگه قطعم کردی ما عرض کوچکی خدمت شما عزیز داریم، اگر موندین که خیلی خوب، اگه نه تلویزیون رو نگاه میکنید. در میان تمام رسانه های موجود سرمایه‌داری جای خالی یک رسانه کارگری حس میشد و اساس بنیاد تأسیس تلویزیون کومله به همین دلیل بود و 90% و شاید بیشتر از حجم برنامه های تلویزیون کومله در راستای منافع طبقه کارگر و کارگران است و ما خوشحالیم که بینندگان اصلی برنامه های تلویزیون کومله شما کارگران است. افتخار خوشحالم. خیلی خوبه، بهتون خسته نباشید میگم که بدور از این مکاتبی که میگن فشت تریبون و فشت مثلا شبکه های زنده مارکسیسم و سکولاریسم و ماشینیسم و، به نظر من باید بگن کارگریسم، تبعیض، باید اینا رو بگن به نظر من، نه بفردازن به این مسئله حاشیه. و به نظر من علم، هنر و فعالیت عملی در مورد کارگر و اقشار ضعیف اینه که همه بفهمن چی میگن، نه اینکه با یه سری الفاظ ساختگی مثلا امپریالیسم و نمیدونم یه چیزایی که عموم مردم متوجه نمیشن مردم رو سر کار بذارن. این که شما خیلی ملموس مشکلات بیان میکنین و قابل فهم واسه همه، خیلی به نظر من این شما رو از دیگر شبکه‌ها جدا کرده که به زبان مردم حرف میزنید. خیلی خوشحالم بازم، تشکر، خداحافظی میکنم. از شرکت شما بیننده عزیز تشکر میکنیم، از شعر زیبایی که خوندید و ما هم تبریک میگیم به شما عزیزان که تریبون خودتون رو دارید و صدای خودتون رو میتونید به گوش هم طبقاتون برسونید. در واقع این کانال کانال شماست، این تریبون تریبون کارگران و زحمتکشان است و امیدواریم که شرایطی فراهم بشه که خود شما تهیه کننده و دستاندرکار تهیه برنامه ها باشید. در حال این اختناق و این وضعیتی که در ایران هست یک مشکلاتی پیش آورده، خیلی وقتا بسیاری صداشون شناخته میشه نمیخوان با صدای خودش روی آنتن بیان، ولی ما خوشحالیم که در این 7 سال تونستیم به سهم خودمون کانالی بشیم، پل ارتباطی بشیم بین شما و دیگر بینندگان این برنامه و از طرف همه همکاران تأسیس تلویزیون کومله رو به شما، به فعالین جنبش طبقه کارگر، به فعالین جنبش زنان و سایر عرصه‌های مبارزاتی تبریک میگم. امیدواریم که این کانال به کانال شما تبدیل بشه و صدای شما بیشتر و بیشتر رساتر از همیشه به گوش هم طبقه ها برسه و با هم دیگه بتونیم به سوی اون دنیایی که براش داریم مبارزه میکنیم گام های سریع تری برداریم.
همطور که رفیق فرهاد اشاره کردن کلیپی رو به این مناسبت براتون تهیه کردیم که تقدیم میکنیم خدمتتون و بعد از اون کلیپ ما خوشحال میشیم که بیشتر شما تماس بگیرید تا ما برنامه تقدیمتون بکنیم. شماره تلفن های تماس با تلویزیون روی صفحه ظاهر خواهد شد، ولی بحث اطلاعاتون یادآوری میکنم 00468 53 17 80 80 هست. با هم کلیپی رو میبینیم، دوباره برمیگردیم خدمت. تلویزیون کومله، بلندگوی آزادی و سوسیالیسم، مبلغ اتحاد و همبستگی کارگران، تریبونی برای فریادهای خاموش شده، سیمای اعتراض علیه تبعیض و نابرابری جنسی، مشعل راه مبارزه کمونیست ها، پرچمدار انترناسیونالیسم پرولتری، مبارز پیگیر رفع ستم ملی، صدای بلند ضد خرافه و کهنه پرستی. تلویزیون کومله. خب بینندگان عزیز، برنامه امشب گرچه برنامه ایست به مناسبت آغاز هشتمین فعالیت تلویزیون کومله و پخش برنامه های این کانال تلویزیونی، اما برنامه ایست همانند برنامه های دیگر گفت و شنود برای شما بینندگان عزیز. در این برنامه است که شما باید بگویید آیا برنامه های پخش شده تاکنونی تلویزیون کومله پاسخی به نیازهای شما مردم کارگر و زحمتکش بوده؟ پاسخی به نیازهای شما زنان، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان، اقشار فرودست در جامعه ایران بوده؟ اگر بوده خود چه بهتر، اگر نبوده در این زمینه ما چه کمبودهایی داریم که باید جبران بکنیم تا تلویزیون کانال تلویزیونی کومله رو به کانالی برای شما مخاطبین مورد نظرمون تبدیل بکنیم، بدون هیچ سانسوری، بدون هیچ ملاحظه‌ای از این فرصت استفاده بکنید و دیدگاه‌ها و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید، بدون این که همانند این بیننده کارگرمون تماس گرفتن، بدون احتیاج به این که نگران باشید که چه خواهید گفت، نگران باشید از بابت این که ممکنه نتوانید صحبتاتتون رو با ما در میان بذارید در مورد بهبود برنامه های تلویزیون کومله، به همان سادگی که در شبهای گذشته و در برنامه های گذشته با ما صحبت میکنید با ما صحبت بکنید. بیننده ی عزیز، شما روی خط تلفنین، بفرمایید. الو، درود بر شما. الو، الو رفیق فرهاد عزیز، از ادب به خدمت شما. خواهش میکنم. ما همچنین و همچنین دان صدیقه عزیز، دستتون رو گرمی فشارم و امیدوارم که همیشه سالم و سرحال باشید و همچنین هشتمین سال پیدایش تلویزیون کومله و معرفی شدن به کل دنیا رو بهتون شاد باش میگم. امیدوارم که همچنان این پرچمی رو که برداشتیم به امید خدا به زحمت شما ها، امید خدا همون زحمت شما عزیزانه، بر اون قطعه ای که قرار است بشینه و مردم رو به اون آزادی برسونه نهایت سپاس و امیدواری و همچنین بی‌صبرانه منتظر دیدن اون روزی، جایی که گویا تلویزیون شما تنها گویا و حامی ملت قطشر ضعیف و زحمتکش جامعه است. دستتون رو بگم می فشارم و واقعا چهره شما رو که می‌بینیم دنیا برای ما زیبا و زیباتر میشه. بعدش هم تکشری هم هست بی مناسبت نیست به دهی زجرم تداخل داره، اگه اجازه میدید که اونم براتون بخونم. خواهش میکنم، بفرمایید. چون جدیدن در ایران مد شده که امامشون رو با مقوا میارن، پارسال بدون قد بود، امسال قدش هم جدن آوردن. بله.
اجازه هست بخونم؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم. امام آمد مثال یک مقوا، امامی بیرد و بیدین و تقوا. امام آمد امامی خام اندیش، امامی با عبا امامه و ریش. امام آمد امامی دزد و جلاد، همان کومی هنم را داد برداد. امام آمد امام دار و شلاخ، همان زحاک کو پشکنده این داخت. امام آمد امامی تشنی خون، حیولا زیرکی بدخوی مجنون. امام آمد امام جنگ و زندان، امام ناکسان دزدان و رندان. امام آمد چه چنگیز و چه تاتار، که ایران را برد بر زیر آوار. اماما این تو بودی مظهر کیم، اماما بر تو و قبر تو نفرین. خیلی ممنون از این که با برنامه امشب گفت و شنود که برنامه‌ای به مناسبت آغاز به کار فعالیت تلویزیون کومله بود، یک بار دیگر هم تماس گرفتیم و هم بیننده برنامه ما بود. خیلی ممنونم، شانه‌های مردمتون رو می‌بوسم و بهترین‌ها رو براتون آرزو دارم. خیلی ممنون، تشکر می‌کنم. اتفاقا این شعر مناسبتی بود، در روزی که خمینی برگشت تلویزیون کومله فعالیت به کار کرد تا اثرات حضور این آقا و دار و دستش رو خونسا بکنه. امیدوارم تا یه 7 سال گذشته ما تونسته باشیم تأثیرات سیاستایی رو که رژیم جمهوری اسلامی در جامعه ایران پیش برد رو خونسا بکنیم. بفرمایید. بله، با تشکر از بیننده عزیزی که با ما تماس گرفت، همونطور که عرض کردیم روز 12 بهمن هست، در رابطه با این 34 سالی که چه بر شما گذشته و تلویزیون های جمهوری اسلامی و تلویزیون های دیگر بورژوایی، همونطور که رفیق فرهاد گفتن، چه ها میگن و تفاوت تلویزیون ما با بقیه تلویزیون ها چی هست، علاقه مندیم از زبان شما بشنویم. ما میخواییم واقعا این صدا صدای شما باشه. بیننده عزیزی رو با خودمون داریم. سلام در خدمت این بیننده عزیز و بفرمایید صداتون پخش میشه. الو، با سلام خدمت رفقای گرامی رفیق فراد شبانی و مهمان عزیزتون رفیق محمدی. سلام. ببخشید، هر دوتامون مجری برنامه گفت و شنود هستیم یک در میان. امشب تصمیم گرفتیم به این مناسبت مبارک هر دوتامون در استودیو حضور داشته باشیم. هر نظام بینگی نه. بله. الو، صداتون پخش میشه. صدای شما پخش میشه. بله. الو، با سلام خدمت شما. سلام به شما، بفرمایید. الو جانم، صدای ما رو ندارن گویا. صدای شما رو فراد شعبانی، ضمن عرض خسته نباشید و خوش آمدگویی به مهمان عزیزتون رفیق صدیقه محمدی. خوشحالیم از این که سالگرد تلویزیون کومله رو میشنویم و میبینیم. تلویزیونی که صدایش واسه بورژوازی زنگ خطری بود که طبقه کارگر و محرومان جامعه را به حقوق خودشون آشنا میکنه. اونا شب و روز در تلاشن که این صدای این تلویزیون شما را خفه کنن و نذارن که این صدای حق طلبانه و انسانی به گوش کارگران و زحمتکشان و تهیدستان جامعه برسه، تا مبادا پتشون رو آبی اندازه و استثمار و بهره‌کشی و جنایت هاشون رو افشا کنه. اونا بسیار هزینه کردن واسه احفا کردن و بیرن کردن و انداختن پارازیت واسه این رسانه، واسه این تلویزیون که صدای کارگران و محرومان جامعه است. این تلویزیون محرومان کارگران رو به حق و حقوق خودشون آشنا میکنه، کار روشنگری میکنه و تمام ترفند و حیله های بورژوازی را که علیه بشریت انجام میده، اینا تونستن. و واقعا اگر اونا 24 ساعت تلویزیون های امپریالیستی و سرمایه‌داری و مرتجعین سم پخش میکنن، این تلویزیون میتونه ظرف چند ساعت تمام تبلیغات اونا رو افشا کنه و دوست و دشمن مردم محروم و کارگران و زحمتکشان را به آنها بشناسونه. اونا ترسشون از همینه، صدایی که امروز در سطح ایران واقعا شنود میشه و مردم بهش امید بستن. این تلویزیون که طبقه کارگر و
سازمان میده محرومان جامعه را علیه وضعیت موجود و نظام کثیف بورژوازی اسلامی میشورانه و اونها را وادار میکنه که اتحاد و انسجام خود را حفظ کنن، سازمان یابی بشه، طبقه کارگر تشکلات خودشو درست بکنه. همونی که میبینیم هر جای ایران علیه ظلمی سخن گفته میشه، افشاگری میشه، کارگری از حق خودش دفاع میکنه، اینا اتهام و انگ برچسب کومله و حزب کمونیست میزنن، چون میدونن که این کدای تلویزیون کومله واقعا رسا برا و نظام سرمایه‌داری رو به لرزه درآورده. رفقا این تلویزیون واقعا نتیجه تلاش بیوقفه رفقایی و انسانهایی که شب و روز در تلاشن و سراحت و خواب و خلاق از خود حرام کرده تا نونی به سفره کارگران و زحمت کشان بیندازن. ما این تلویزیون رو باید بیشتر تقویت کنیم، خصوصا برنامه هاش که واقعا برنامه هاش آموزنده است، یعنی انسان هر لحظه ای که گوش فرامیده احساس میکنه یه چیزی میشنوه و یه چیزی رو یاد میگیره. این تلویزیون همونی که نظام بورژوازی کاملا روش حساسه، تلویزیون کومله رو از باز میکنی اخبارش گرفته تا تمام برنامه هاش از حقوق محرومان، کارگران، زندانیان، کارگران زندانی، زندانیان سیاسی، روستاییان، تهیدستان، دستفروشان، کولبران، تمام اخشار تحت ستم جامعه ایران این تلویزیون رو واقعا در کردن. و شما هم سعی کنید این تلویزیون رو پربارتر کنید، برنامه ها رو متنوعتر کنید. ما تشکر میکنیم از گذاشتن این برنامه. البته ما حرف زیاده ولی خوب بینندگاه دیگه یه ما پشت خط هستن. به این مناسبت این روز بزرگ که واقعا تلویزیون کومله از این نظر بزرگی که کارگران و زحمتکشان رو به حقوق خودشون آشنا میکنه، دوستان و دشمنانشون رو بهشون میشناسه و همینه که هر روز در شهرستان هم میبینیم نیروهای انتظامی که مردم میرن آنچنان رو جمع میکنن، پارازیت میاندازن که مبادا اصلاحی حق طلبی و انسانی این تلویزیون ها به گوش مردم برسه و مردم بیشتر به تلویزیون باز کردن پیچ این تلویزیون ها و اخبار و برنامه های دیالوگ و همه برنامه ها واسه همدیگه بازگو می کنن. دستتون در نکنه رفقای گرامی برای برنامه تلویزیونتون. متشکرم بیننده عزیز و ممنون از تماستون. ما هم امیدوار هستیم که به سهم خودمون تونسته باشیم جوابگو باشیم و خوشحال خواهیم شد اگر پیشنهاداتی برای بهتر شدن کیفیت برنامه ها دارید، اضافه شدن بخش هایی که به نظرتون ضروری هست و تا حالا انتظاراتتون در اون عرصه پاسخ نگرفته، ما تلاش خواهیم کرد که به نیاز شما و به انتظارات شما بیشتر پاسخ بدیم. حالا الان حدودا یک ساعت و نیم برنامه به زبان کردی داریم و یک ساعت و نیم به زبان فارسی که این در شب دو بار و صبح روز بعد بار دیگر، یعنی برای بار سوم تکرار میشه برای کشورهایی که اوقات شب و روزشون با هم دیگه نمیخونه یا کسانی که کار میکنن و غروب دیر خونه میان و میتونن در تکرار برنامه‌ها برنامه رو ببینن. به هر حال تنوع برنامه‌هامون به پرسنل احتیاج داره، به بودجه احتیاج داره و ما تا وقتی که توان داشته باشیم و آنچه که در به اصطلاح چنته داریم تلاش میکنیم هم از لحاظ مادی و معنوی کیفیت برنامه هامون رو بهتر بکنیم. ولی همونطور که رفیق فرهاد هم اشاره کردن، هممون کارهای دیگری داریم و در کنار اون کارها داوطلبانه و به تدریج این کارها رو یاد گرفتیم. هیچ کدوم تخصصی نداشتیم ولی چون دلمون با شماست، چون مشغلمون مشغله شماست و برای بهروزی و راههای طبقه کارگر هممون به یک ایدئولوژی معتقد هستیم و داریم مبارزه میکنیم، هر جای دنیا که باشیم اهدافمون یکی هست. با خبرنگارانمون در داخل و در خارج کشور همه با هم تلاش کردیم تا حالا کیفیت برنامه ها رو به این حد برسونیم. امیدواریم که با همکاری بیشتر شما علی‌رغم وجود اختناق و سرکوب بازم قدم های مؤثرتر و بهتری رو برداریم و همیشه از شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما خوشحال خواهیم شد. شما صحبت دارید؟ من خدمت شما عرض بکنم که سوال اگر ما اونطور هستیم که این بیننده عزیز آخر گفتند،
واقعا جای افتخاره که به اینجا رسیدیم طی 7 سال. و من آرزو میکنم این هفتی که اینجا امشب ما با شم نوشتیم یه نقطه جلوش بذاریم و 70 ساله بشه این کانال تلویزیونی، کانال تلویزیونی که در راستای منافع مردمی که تا کنون صداشون به هیچ جا نرسیده، تا کنون رسانه‌های سرمایه‌داری فقط از نیرویشون در راستای منافع خودشون استفاده کردن، منتها به دردشون، به مشکلاتشون، به بچه مریضشون، به کمبودهای زندگیشون، به سفره خالیشون کاری نداشتن. اگر اینیم واقعا جای افتخاره. متابع بینندگان عزیز، آیا واقعا ما اینیم؟ آیا هیچ ایرادی به ما ندارید در کیفیت برنامه هامون؟ آیا واقعا طی 7 سال گذشته ما در این راستا گام برداشتیم که تلویزیون مردم، کانال تلویزیون مردم محروم در جامعه ایران و منطقه و جهان باشیم؟ آیا ما گام های جدی رو در راستای سازماندهی طبقه کارگر برای رسیدن به اهدافش برداشتیم؟ اگر اینیم خب جای افتخاره و خوشحال خواهیم شد از زبان شما هم بشنویم که اینیم. اگر ایرادی هست در این زمینه ها، امشب هم فرصت برای گفتن این ایرادت. اما میان برنامه ای ببینیم و میان برنامه داریم. بله، میان برنامه ای میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیز. خب رفیق صدیق، ما مثل این که امشب تنها خب باید هر دوتا رو داشته باشیم، هم بینندگان برنامه های امشب رو داشته باشیم که انتظاراتشون رو با ما در میان بذارن، به ما بگن که چه انتظاری از تلویزیون کومله دارن، چی میخوان، آیا در گذشته ما تونستیم انتظاراتشون رو برآورد بکنیم یا نتونستیم. در این حال ما به بینندگان برنامه های تلویزیون کومله به برنامه گفتشون رو امشب گفتیم که این کانال تلویزیونی بر تلاش پیگیر و شبانه روزی همکارانش که بدون هیچ انتظار و چشم داشتی برای پیشبرد فعالیت‌های این کانال تلویزیونی کار و فعالیت می‌کند. خب جا داره که گوشه‌هایی از فعالیت همکارانمون رو نشون بدیم. حالا نمی‌دونم از کجا باید شروع کنیم. هر شب با پخش هر برنامه‌ای تیمی از همکارانمون اینجا هستن. نمیدونم که آیا خب تیمی از همکاران برنامه اینجا در استودیو حضور دارن. در این حال ما همکاران دیگری در جاهای دیگری داریم. خب از رفقای همکار در اتاق فرمان خواهش میکنم گوشه هایی از فعالیت همکارانمون در استودیوی کردستان رو نشون بدن.
خب بینندگان عزیز، تصاویری که مشاهده کردید تصاویر همکاران، رفقای همکارمون در استودیوی تلویزیون در کردستان بودند که ما اطلاع دادیم که استودیوی اصلی ما در سوئد هست و یکی از استودیوهای تلویزیون کومله در کردستان مستقره و اینا رفقای همکار ما هستند که در کنار دیگر فعالیت‌های پیشمرگانشون کارها و فعالیت‌های تلویزیون کومله رو بر دوش می‌کشند و همون کسانی هستند که در نهایت فداکاری با تلاشی شبان روزی پیگی و خستگی ناپذیر و نبرد کنان فعالیت می‌کنند که شما بینندگان عزیز تصاویر ما رو داشته باشید. ما در ادامه برنامه امشب گوشه‌های دیگری از فعالیت همکارانمون رو به تصویر می‌کشیم تا شما بینندگان عزیز با این پشت صحنه‌هایی که هرگز آنها رو یا شاید به ندرت آنها رو می‌بینید آشنا بکنیم. بله، من میخواستم این عرض بکنم که متاسفانه از کردستان ما امکان پخش برنامه مستقیم نداریم و وضعیت فرستنده طوری هست که فقط از اینجا میتونیم برنامه مستقیم داشته باشیم، ولی بسیاری از برنامه ها به خصوص برنامه های کردی در کردستان تهیه میشه، اخبار ما در کردستان تهیه میشه و همونطور که با قیافه های رفقای جوانمون شما آشنا هستید، اغلب برنامه های خبری تهیه شده در کردستان هست و بسیاری از گزارشاتی که در کردستان تهیه میشه از تلویزیون پخش میشه و بسیاری اوقات با فعالینی که در عرصه جنبش زنان فعالیت میکنن، فعالین کارگری در کردستان عراق صحبتهایی میشه و مصاحبه های انجام میگیره که شما در برنامه های کردی شاهدش هستید. تعداد زیادی از رفقا در کردستان فعالیت میکنن، ولی در خارج کشور ما استودیو فقط در سوئد داریم و رفقا با دوربین های سیارشون بدون امکانات استودیو واقعا زحمت میکشن در آلمان، در هلند، در بسیاری جاهای دیگه، در شهر یوتوبوری سوئد مرتب گزارش تهیه میکنن، مصاحبه تهیه میکنن و امیدواریم که در عرصه های مبارزات دانشجویی، مبارزات جنبش زنان، مبارزات کارگری و سایر اقشار اجتماعی تونسته باشن به نیازها جواب داده باشن و همگی با هم بر حال بتونیم رو به جلو قدم های موثرتری برداریم. تلفن دیگری داریم. من سلام دارم خدمت این بیننده عزیز، بفرمایید. الو. بله، صداتون پخش میشه. درود به شما. الو. بیننده عزیز، شما صدای ما رو دارید؟ ما صدای شما. بله. بله، ما صدای شما رو داریم. صداتون داره پخش میشه. سلام به شما. سلام. شب بخیر شما. متشکرم. برنامه کردیم. مبارک باشه. تبریک هم عرض می‌کنید. ممنون هستیم. یک فکر ماشایی هستم، جانبازم هستم. بله. حتی کارگری هم برم نیست، 18 سال حقوق و درصد مرسی کردن. آیا باید بگی جمهوری اسلامی هست؟ بیننده عزیز، اتفاقا توی هفته های گذشته ما در نظر داشتیم که درباره وضعیت و شرایط زندگی جانبازان با شما بینندگان تلویزیون کومله گفتگویی داشته باشیم. حتما در بله. یکی دیگر از برنامه های تلویزیون کومله ما در رابطه با جانبازان، به خصوص جانبازان اعصاب و روان که تعدادیشون در بیمارستان های روانی و به خصوص بیمارستان ساسان تهران بستری هستند و از محرومترین بخش بیماران و معلولین هستن صحبت خواهیم کرد. منتها در پاسخ به این پرسشتون، آیا این جمهوری اسلامیه؟ بله، این جمهوری اسلامی. و چون چیز به هم نگفتن هنوز، بگم به چه عنوان قد شده، هر سری هم رفتن هیچ جوابی به هم ندادن. میدونی چرا؟ به خاطر این که دیگه کارتون نداره جمهوری اسلامی. شما کسانی که در جبهه های جنگ ایران و عراق حالا به زور فرستاده بله. شدید، با تبلیغات محیط کارتون، محل زندگیتون فرستاده شده بودید به جبهه های جنگ، اون موقع باهاتون کار داشتن. الان که معلول شدین دیگه جمهوری اسلامی باهاتون کار نداره، حقوقاتون پرداخت نمیشه، داروهاتون داده نمیشه، خانواده هاتون تحت پوشش قرار نمیگیرن و این منطق، منطق جمهوری اسلامی. از طرف دیگه حتی بهشون گفتم کاری بهم بدین، کارم بهم ندادن. گفتم 10% ندهی. گفتم من 50% داشتم، دائم کار افتادگی دارین، چرا قطع کردین؟ خب
چند سری هم دنبالش رفتم، پول خرج کردم، قرض رو خودم آوردم، 5% از 50% به من دادن. حالا زندگیتون شما چطور تامین میشه بیننده عزیز؟ زندگی سخت، مشکل. وقت گرانی هم هست و خیلی مشکله برای من. چون همه دستم رو قرض و یکی کمک میکنم بهم. بله، به هر حال هیچ تشکلی ندارید، هیچ اعتراضی نکردید شما با بقیه که در وضعیت مثل شما هستند؟ نه ممنون دارم، میشم خسته نباشین، طبیعی کمک میکنین. خیلی متشکر از تماستون بیننده عزیز. منم با صحبتهای رفیق فراد موافق هستم که تا وقتی که به انسانها نیاز دارن، به حیل مختلف انسانها رو جلب میکنن، تطمیع میکنن، روزی به اسم بسیج، روزی به اسم اینکه بالاخره وظیفه دینی هست و یک جهاده، باید بیان شرکت بکنین. ولی صدام حسین و حاکمین این رژیم هزاران جوان رو بردن در جبهه ها، بکشتن دادن، و هزاران نفر رو که الان دیگه وضعیتی مثل شما دارن، مثل جانباز دارن، که متاسفانه الان دیگه بهشون رسیدگی نمیشه، نه از لحاظ مادی و نه از لحاظ معنوی. ما البته همطوری که یه بارم خدمت شما گفتم که یه مستندی در رابطه با وضعیت جانبازان اعصاب و روان توی ایران تهیه شده. ما این مستند رو البته با اسم و مشخصات تهیه کننده این مستند گرفتیم، بخشایی از این مستند رو آماده کردیم که در یکی از برنامه‌های گفت و شنود پخش بکنیم، تا به مردم بگیم یکی از معیارهای قضاوت ضد مردمی بودن رژیم جمهوری اسلامی، نحوه برخورد این رژیم با معلولین و صدم دیدگان جبهه‌های جنگ، نواده‌هاشون در چه شرایطی زندگی میکنن. اینو حتما ما در یکی از برنامه‌های گفت و شنود تلویزیون کمال مورد بحث قرار میدیم. بیننده عزیز، شما روی خط تلفن هستین، بفرمایید. الو، رفیق فراد، درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما. رفیق فراد، سلامتون بخیر. خدمت رفیق صدیقم عزاده دارم، سلامتون بخیر. خواهش میکنم. متاسفانه رفیق فراد، خیلی خوشحالم همسان که صدا خیلی میشن، ولی متاسفانه موارد رفیق نگرم بکنم تصویرتون هم بگیرم، این باید متاسفم. جانم یه مقدار کیفیت صداتون بده. الو، صداتون هست منتها کیفیتش خوب نیست. الو، فقط الو جان. بله بفرمایید، الان خوبه. بله زیاد مزاهم نمیشم، فقط دوست داشتم به نظر خودم، من فرض شروع شلوغ‌تر کمال تیوی تلویزیون کمال را تبدیل تبدیل بگم، و این روز به تمامی دستم بهترم تلویزیون کمال و به تمامی کارگران و زحمت کشان و آزادی خواهان جامعه تبریک میگم. امیدوارم شما هم در این رفت روز برید موفق باشید. ولی تلویزیون کمال در بین تمامی کانال این هزاران کانال تلویزیونی که داریم مثل ستاره واقعا میگرفتد، چون در واقع یه تلویزیون کارگریه و از مشکلات و کلن فرقود طبقه کارگره صحبت میکند، علی رغم این که بزرگی در تمام سطوح شمشیش و عرضی تصدیقه واقع حج میشه جمع کرده برای خط کردن هر نوع صدایی که صحبت از آزادی کنه، از برابری کنه. علی رغم تمام این نتلوزی بسیار ما خوشحال کرد، یکی از ارزوهای ما بود که در واقع به وقوع پیوست و ما از این بابت خیلی خوشحالیم. ما بله بفرمایید. الو، خیلی خوشحال شدیم که تماس گرفتی. البته ما هم به عنوان کسانی که در این رسانه کارگری فعالیت میکنیم، هشتمین سال آغاز به کار تلویزیون کومله رو به شما عزیز تبریک میگیم. مرسی، شبتون بخیر، دستون درد، خیلی ممنون، موفق باشید. خواهش میکنم. سلامتون. بله تشکر میکنیم از بیننده عزیزی که تماس گرفتن. بله تلفن، بله تلفن دیگه ای نداریم. اوکی، رفقای عزیز در بخش فنی سال هاست که زحمت میکشن، ما حتما امشب تلاش میکنیم قسمتی از استودیوی تلویزیون استکهلم رو
به شما عزیزان نشون بدیم و رفقایی که امشب به حال با این برنامه هستن. سایر رفقای تهیه کننده در برنامه های دیگر تلویزیون قرار بود امشب در خدمتون باشن، ولی وضعیت کاری به هر حال اینجوری افتضاح کرد که امشب همه نتونن بیان. امیدواریم که در برنامه کردی احتمالاً که روز یک شنبه هست تعداد بیشتری از رفقا بتونن شرکت بکنن و به همین مناسبت ما روز یک شنبه هم برنامه زنده به زبان کردی خواهیم داشت و بسیار خوشحال خواهیم شد که شما چه از طریق آدرس هایی که در سایت های ما دارید، چه از طریق برنامه زنده فارسی و کردی، پیشنهادات خودتون رو برای بهتر شدن برنامه هامون بنویسید برامون و ما به حال بتونیم به همه نیازهایی که شما دارید پاسخ بدیم. ولی از گزارش ها، از خبرهایی که در محیط کارتون هست، از محیط زندگیتون در برنامه های زنده برام بگید و با همدیگه باستی تلاش بکنیم که اون کیفیت دلخواهی رو که ما میخواییم هم شما هم ما بیش از این مایه بگذاریم. و رفیق فرهادم به اون صفر جلوی هفت اشاره کردم، من اونجا یه نقطه داشتم. امیدوارم که وضعیتی پیش بیاد این رژیم هر چه زودتر سرنگون بشه و این کارگرها خودشون واقعا قدرت رو به دست بگیرن. ایران لازم نباشه که ما رو داشته باشه در تبعید، تلویزیون کامله بتونه تلویزیونی باشه در دل اون توده، در دل طبقه کارگر، و بتونیم در داخل ایران برنامه ها رو با امکانات بیشتر، با مشارکت بیشتر بینندگان و به شکل کاملا متفاوتی در شرایط تبعید ما ادامه کاری نداشته باشیم. من اصلا آرزو نکردم رفیق صدیقه که تلویزیون کامله فعالیتاش رو در شرایط تبعید ادامه بده. بله، من اضافه بکنم گوید تلفن. بله، شما بفرمایید جواب بدید. بله، بیننده عزیز من سلام دارم خدمتتون، بفرمایید. بله، سلام به شما. سلام عرض میکنم، خسته نباشید. متشکریم. خسته نباشید، خسته نباشید. درود بر شما، بفرمایید. الو جانم، بفرمایید، صداتون هست. رفیق صدیقه گفتن که صداتون هست. ممنون، هوا فراد سالگرد تلویزیون کامله را به شما تبریک میگم. مام آغاز به کار تلویزیون کومله سالگردش رو به شما عزیز تبریک میگیم. همچنین 23 ربندان روز کومله را به تمام زحمتکشان الو. بله، متاسفانه تماستون قطع شد بیننده عزیز، لطف کنید دوباره تماس بگیرید، صداتون الان قطع شد. بله، خب گوشه دیگری از فعالیت رفقا، یا شاید میان برنامه دیگری، شاید یه ترانه باشه همکارانمون برامون امشب آماده کردن. بخش تکنیک خودتون تصمیم بگیرید میان برنامه رو تقدیم بینندگان عزیز بکنیم و دوباره برگردیم خدمتتون. بشوید از رو غبار این کوچه واقعا را که در زلالش سهر بجوید زبی کران ها حضور ما را به جست جوی کرانه هایی کرا گشت از آن ندانی من و تو بیدار و من به دیدار روانه در شد نور و نرما ترانه ای بر لبان بادیم به تن همه شرم و شوق ماندم به تن همه شرم و شوق ماندن به جان جویان روان پویان بام دادیم
شوید از را غبار این کوچه بارا در این خموشی و پرده پوشی به گوش آفاق میرساند تنین شوق و سرور ما را چه شعرهایی که واژه های برن امشب نوشته بر خاک و خون و خارا زاد راهی به حضرهایی شبی چون این سر خوش و گوارا در این شب پای مانده در غیر ستاره سنگین پا به زنجیر کران لرزان در ابر خونین تو دانیاری دلم از این تنگنا گرفت است جنون بکس است پای از من بهانه بر خدا گرفت است بگو ببارد امشب بشوید از رو غبار این کوچه بارا خب بینندگان عزیز به ما اطلاع دادن که یکی از همکارانمون در استودیوی شهر یوتوبوری سوئد روی خط تلفن هستن، رفیق سیامک شامی، هماهنگ کننده فعالیت تیم همکاران تلویزیون کمله در شهر یوتوبوری. رفیق سیامک عزیز صدای ما رو داری؟ بله رفیق فرد، من صدای شما رو دارم، شما صدای من رو دارید؟ بله، درود بر شما رفیق سیامک. خیلی ممنون رفیق فرد عزیز و رفیق صدیقه عزیز. قبل از هر چیز اجازه بدین گرمترین سلام های خودم رو تقدیم بینندگان عزیز تلویزیون کومله که در هر جای این دنیا هستن بکنم و همینطور سلام میکنم به شما رفیق فرهاد و رفیق صدیقه عزیز و تمام کسانی که در تلویزیون کومله فعالیت میکنن. ما هم خدمت شما رفیق عزیز و همکاران گرامیتون در استودیوی تلویزیون کومله در شهر یوتوبوری سوئد که سالهای سال بیدریغ و فداکارانه با این کانال تلویزیونی همکاری میکنید عرض سلام و ادب داریم و تمام فعالیت‌های سالهای سال شما عزیزان رو ارزش گذاری میکنیم. امشب هم گویا
شما عزیزان برامون تصاویر رو فرستادی که خوشحال خواهیم شد در این فرصت ضمن شنیدن توضیحات شما در مورد کارهاتون این تصاویر را هم همکارانمون پخش بکنن. رفیق سیامک بفرمایید. خیلی ممنون از لطف شما رفیق فرد. من این روز که آغاز 80 سال سالگرد تلویزیون کمرات رو به تمام کارگران و زحمتکشان کردستان و ایران تبریک میگم و همینطور به شما و به رفقای کومله و حزب کمونیست ایران و تمام رفقایی که این چند سال واقعا زحمت کشیدن و در ادامه کاری تلویزیون نقش داشتن، به همگی شما، به همگی رفقا، به همگی مردم، کارگران و زحمتکشان به خصوص تبریک میگم. خواهش میکنم رفیق سیامک. در این تصاویری که ما الان روی صفحه تلویزیون مشاهده میکنیم، میبینیم شما با امکانات محدودی که دارین یک سری از برنامه‌های تلویزیون کومله در برنامه‌های مختلف، دیالوگ، چشمنداز، افق برابری، افق جنبش کارگری رو ما از شما درخواست میکنیم تهیه بکنیم. میشه بگی امکاناتی که در اختیارتون هست محدود، زیاد، چجوریه، چجوری کار میکنید؟ الان ما تصویر رفیق اردشیر نصرالله بگی و رفیق جمال بزرگپور رو روی صفحه تلویزیون داریم در جریان یک مصاحبه تلویزیون. بله بله رفیق فرد، واقعا اگر من بخوام به طور خلاصه در رابطه با تیم تلویزیون کمره در شهر یوتوبری من صحبتی بکنم، میتونم به چند مسئله کوچک به طور خلاصه اشاره بکنم. بله. یکی اینه که ما تعدادی از رفقای بودیم که واقعا قبل از این که تلویزیون کومله کارشو شروع بکنه، بله، تصمیم گرفتیم که در این رابطه فعالیتهایی داشته باشیم. اول ما تعداد کمی بودیم، 2 بودیم، شدیم 3 و الان یه تیم هستیم و این من فکر کنم به خاطر این بود که از اول رفقا نمیتونستن بیان، به خاطر این بود که شما اشاره کردیم، همینجور شما و همینجور رفیق صدیقه هم اشاره کرد، ما واقعا از صفر شروع کردیم. یعنی هیچ کدام از ما اصلا از کار تلویزیون نمیدونستیم، نه مونتاژ، نه مصاحبه کردن، نه فیلم برداری کردن. به همت رفقا ما مثلا میرفتیم تو اینترنت نگاه میکردیم ببینیم چیزایی رو مثلا از اینترنت خارج بکنیم که چجوری فیلم برداری کنیم، چجوری مصاحبه بکنیم، و سوال میکردیم از رفقایی که قبلا این کار رو کردن یا از آشناها و دوستانی که تو این کار بودن. ما این کار رو بالاخره انجام دادیم، ولی الان ما مثلا من برای شما بگم به همت رفقای حوزه حزب کمونیست ایران تو شهر یوتوبری ما مقداری پول جمع کردیم خودمون. بله. و خودمون یه دوربین تهیه کردیم راستش. بله. اول و یه دوربین تقریبا پروفشنل ما تهیه کردیم و با این دوربین تونستیم خیلی از برنامه‌هایی رو که برای شما فرستادیم که پخش بشه با این دوربین مثلا ما انجام دادیم. الان ما 2 دوربین داریم و میخوایم یه دوربین دیگه هم بخریم و میخوایم بعضی برنامه‌های مونتاژ و خلاصه خودمون رو خود علی رفیق سیامک. بله بفرمایید. از شما مثلا از مشکلات صحبت کردی، راستش من فکر کنم که از مشکلات اساسی که ما الان اینجا داریم نبود یک استودیو واقعا، چون از لحاظ مالی واقعا بودجه میخواد و ما این بودجه رو نداریم. همونجوری که میدونیم، بیننده های تلویزیون کومله هم میدونن، تلویزیون ما، تلویزیون کومله به هیچ سرش به هیچ جایی گیر نیست، یعنی مثل بقیه تلویزیون های سیامک. بله بله. من میخواستم نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم، اونم این بود که از همون صفر شروع کردن ها و با اون امکانات محدودی که شما در اختیارتون هست، الحق و الانصاف و به کمک رفقای حزب کمونیست ایران در شهر یوتوبری شما برنامه های بسیار ارزشمندی رو برای تلویزیون کومله تهیه کردی که از نظر ما جای قدردانیه و ما وظیفه خودمون میدونیم که یک بار دیگر از همکاری شما و رفقای دیگر در کشورهای آلمان، هلند، نروژ، کانادا، انگلستان، عرضم به حضورتون، و دانمارک یک بار دیگر اینجا تشکر بکنیم. رفیق سیامک خیلی ممنون. خیلی ممنون رفیق فرد. ما واقعا تونستیم در این چند سال، در این 7 که گذشت که وارد 8 سال میشیم، ما تونستیم به هر حال مصاحبه هایی داشته باشیم با هنرمندان، با شاعران، با خواننده ها، با نویسنده ها،
با فعالین سیاسی و با کسانی که در رابطه با کودکان، زنان، جوانان و همچنین مثلا با کسانی که در رابطه با مسائل اجتماعی مثل مواد مخدر مثلا مثل جوانایی که تو این بودن، ما تونستیم واقعا در این رابطه فعالیت هایی میشون. حتی من میدونم واقعا باید بگم که اشکال داشت، یعنی کار ما بی اشکال نبود و اینم به خاطر اون بود که واقعا ما گفتم استدیو ثابتی نداریم و بعدی ما میریم خونه رفقا ما فیلم برداری میکنیم یا میریم مثلا یه سالونی فیلم برداری میکنیم و همینطور ما تونستیم واقعا از مراسم های تشکیلاتی کمله مثل روز کمله، روز پیشبرگ کمله اینا فیلم برداری کنیم بفرستیم، از مراسم های اول مهمه روز جهانی زن ما تمام اینا رو پوشش دادیم راستش. حتی تونستیم با اکسیون ها، تظاهرات، تمام مسائلی که تو کانال یوتیوبری انجام میشه خبر تهیه کنیم و برای تلویزیون کومله بفرستیم. اتکای تهیه کنندگان برنامه های تلویزیون کومله بخشیش به شما رفقای عزیز و همکاران است. ما یک بار دیگر از جانب خودم و رفیق صدیقه و مدیریت تلویزیون کومله از شما تشکر میکنیم رفیق سیامک. خیلی ممنون رفیق فرهاد، من دیگه مزاحم وقت شما نمیشم. بار دیگه تبریک میگم آغاز هشتمین سال فعالیت تلویزیون کومله رو. بله خیلی ممنون. خب رفیق صدیقه، یک قبل از رفیق سیامک، رفیق بیننده عزیزی که زنگ زدن، علاوه بر این که هشتمین سال آغاز به کار فعالیت تلویزیون کومله رو تبریک گفتن، فرارسیدن روز کومله را هم تبریک گفتن. در آستانه برگزاری مراسم های روز کومله هم هستیم که فکر میکنم جا دارد که این شما این به اطلاع بله من ضمن سپاس از این بیننده عزیز و تشکر از رفیق سیامک و رفقای دیگر در شهر یوتیوبری و سایر نقاط دنیا که در برای تلویزیون کومله کار میکنن، خواستم بگم که اولین مراسم برگزاری روز کومله همین تعطیلات آینده در کشور کانادا روز دوم ماه فوریه در شهر تورنتو برگزار میشه. ولی چون تلفنی داریم من صحبتمو قطع میکنم. ضمن سلام و درود به این بیننده عزیز، بفرمایید. سلام میکنم به شما خانم محمدی و همچنین آقای شعبانی عزیز. درود بر شما. من سالگرد آغاز به تاخت برنامه تلویزیون کومله رو تبریک میگم و انتقادی که به ذهنم میرسه این هستش که باید به نظر من باید نظر مخالف رو هم تحمل کرد و اگر کسی با نظر شما مخالف بود شعور بیننده توهین نشه، اگر چه عکس نظر شما باشه. من یه روز با فکر جامعه شناسانه و تقریبا فرهنگی در رابطه با حاکمیت ایران صحبت کردم، اما جناب آقای شعبانی مقداری به من لطف داشتن. در هر حال تشکر میکنم و تبریک میگم سال گرد و سال روز این رسانه خوب رو. امیدوارم اگه براتون امکان داشته باشه روی خط بمونین. ما این انتقاد شما را اولا با کمال میل میپذیریم و فکر میکنیم تلویزیون کومله حتما باید تریبونی برای دیدگاه های مخالف نظرات ما هم باشد. امیدوارم اگر در این زمینه کمبودی دیده میشه در آینده این کمبود رو جبران بکنیم، اما تلاش کردیم. حتما شما بیننده برنامه های تلویزیون کومله هستید و بودی در گذشتم، ما تلاش کردیم. مقایسه نمی کنم البته دیدگاه های مخالف درون جنبش یا اپوزیسیون رو، حتی ما مدافعین رژیم جمهوری اسلامی رو در صورتی که به کرامت شخصی کسی توهین نکرده باشن در برنامه های گفت و شنود تلویزیون کومله هم من به هم رفیق صدیقه و همکارانمون در برنامه راست و خوه کردی تحمل کردن. ما امیدواریم که این تحمل رو داشته باشیم و تلاش میکنیم اینجوری ظاهر بشیم. اگر شما در برنامه های تلویزیون کومله شاهد بودید که ما اینجوری نبودیم، انتقادتون رو با کمال میل میپذیریم.
عرض کنم خدمت شما، من یک روز در رابطه با مسائل کشور ایران بود که می گفتیم کمبودها وجود داره، حتی اقتصاد وجود داره، بیکاری وجود داره، مشکلاتی وجود داره، ولی در رابطه با حاکمیت ایران نظر من این بود به صورت جامعه شناسانه اگر بخوای نگاه کنی به لحاظ دینی اکثر با اونهایی هستن که حکومت رو تشکیل دادن، اقلیت ها هم هستن در داخل ایران. ولی شما فکر کردین که من مثلا ذهن من رو شستن، کسی ذهن من رو شسته و من دیگران تأثیر روی من گذاشتن، ولی من خودم تحقیق کردم و خود میبینم جامعه ایران رو، واقعیت رو گفتم، اگرچه من خودم هم منتقد جامعه ایران هستم، این سری واقعیت ها رو هم باید قبول کنه. و به نظر من دنیای مدرن جوری هستش که ما باید به سمت عقلانیت پیش بریم و سعی کنیم به شکوه بیننده و کسی که صحبت میکنه تا اونجایی که ممکن هستش توهین نشه. بیشتر من تو این زمینه میخواستم به شما بگم. به هر حال تشکر میکنم از برنامه خوبه. خواهش میکنم از این که تماس گرفتید ازت تشکر میکنم. از رفیق صدیقه عذر میخوام، چون با توجه به این که من شما را یادم میاد که در دیالوگی که با هم دیگه داشتیم، البته من شخصا انکار میکنم که به شما در برنامه یه گفتگو شنود خدایی نکرده به قول به اصطلاح مشهور توهینی شده باشه. منتها من یادم میاد که مخالف دیدگاه شما بودم، منتها حتی با وجود مخالفتم با دیدگاه شما من کاری نکردم که به شما آزاری برسه در این رابطه، در رابطه با این نظری که داشتید. ولی اگر از شخص من بپرسی بحثتون رو یادم میاد که بحثی رو با هم دیگه داشتیم، همین الان هم اون ارزش‌هایی که شما فکر می‌کنید پایه‌های موجودیت این حکومت رو در ایران تشکیل میده، به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی این ارزش‌های دینی برای جوانان جامعه ایران زیر سوال رفته. ما بحث کردیم، من هنوزم کماکان آمادم در جاهای دیگر، نه امشب به این مناسبت، با شما وارد دیالوگ بشم سر دفاع یا بودن، اکثریت بودن و یا اکثریت نبودن این ارزشایی که شما باور فکر میکردین که این ارزش ها پایه های موجودیت حکومت رو تشکیل داده. در صورتی که من بر این باورم تنها ابزاری که موجودیت جمهوری اسلامی رو حفظ میکنه سرکوبه و نه ارزش های معنوی حتی دینی. من هیچ وقت نظر شما رو انکار نمی کنم که انتقادها به صورت جدی وجود داره و این واقعیت که اعتقاداتی وجود داره در بین مردم ایران، این انتقادات رو نمیشه، این اعتقادات رو نمیشه انکار کرد. یعنی شما اگر مثلا یک کشوری بر اساس سوسیالیسم تشکیل بشه یا بر اساس لیبرال دموکراسی تشکیل بشه، به هر حال اون افرادی که شرکت میکنن در اونجا خواستشون اون چشماندازی که دارن، مثلا لیبرالیسم آزادی یا چیز دیگه هست، به اون توجه دارن. این هم در چارچوب دین بوده. ما درسته من منتقدم، شما منتقدیم، ولی نمیتونیم انکار کنیم که چنین چیزی وجود داره. این اعتقاد جدی در اکثریت جامعه ایران وجود داره. من تشکر میکنم از برنامتون و از اینو که یادتون بود و بهش اشاره تشکر میکنم از برنامه. خب منم از شما تشکر میکنم، ببخشید چون برنامه مناسبت دیگه ایه، ما این بحث رو در جای دیگه با هم دیگه ادامه میدیم، اما از این که تماس گرفتین یک بار دیگر ازتون تشکر میکنیم. خب بله، منم از این بیننده عزیز که علارغم این که مخالفتی احساس کرده ولی همچنان با حسن نیت بیننده برنامه ما هست تماس میگیره و گله ایم اگه داره همچنان بیننده است و ما واقعا اگه به کسی بی احترامی نشه استقبال میکنیم از نظرات شما. این رو هم باید فراموش نکنیم که توده هایی که در ایران زندگی میکنن به طبقات اجتماعی مختلفی تعلق دارن، ایدئولوژی های مختلفی دارن، ولی 34 سال حکومت جهل و سرمایه، حکومت تبعیض و نابرابری وضعیت رو به جایی رسونده که الان زنان ایران، جوانان ایران با
گوشت و پوست و خون و استخون خودشون واقعا ماهیت اسلام رو شناختن و این کاری کرده که الان در کشورهای دیگه میگن که ایران کاری میکنه که قبر اسلام رو کنده و مردم رو واقعا از دین گریزان کرده و موافق صحبت‌های رفیق فرهاد هستن و ما تلاش میکنیم نماینده اون قشری باشیم که طبقه کارگر رو بدنه طبقه کارگر رو و ستمکشان رو تشکیل میدن. بالاخره ثروتمندان از دریچه دیگری نگاه میکنن به جامعه و میخوان این رژیم همچنان ادامه داشته باشه، سرمایه همچنان حاکم باشه. ما تلفنی داریم ضمن سلام بیم بیننده عزیز، بفرمایید. الو سلام. سلام به شما، بفرمایید. من از کامیاران زنگ میزنم. از کجا زنگ میزنین؟ کامیاران. بفرمایید. سالگرد تلویزیون کومله را به تمام کارگران و زحمتکشان تبریک میگم. ما هم به شما تبریک میگیم. بله بفرمایید، صداتون پخش میشه. زنده باد حزب کمونیست ایران، مرگ بر جمهوری اسلامی. صحبت دیگه دارید بیننده عزیز؟ تشکر میکنیم از تماستون و ممنون از تبریک شما. ما هم به شما تبریک میگیم. داشتم اینو عرض میکردم که واقعا اگه این تریبون بخواد صدای همه رو منعکس بکنه نمیشه. ما در اول برنامه هامون هم روز اولی که اولین شمع رو روشن کردیم گفتیم که ما به چه طبقه وفاداریم، میخواییم اهداف و آرمانهای کدوم طبقه رو نمایندگی بکنیم، میخواییم صدای فریاد حق خواهانی چه کسانی باشیم در ایران. ما الان اگه نگاه بکنیم دزدهای بزرگی رو که در ایران میبینید میلیارد میلیارد ثروت رو به اصطلاح بادآورده میبرن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، اینها همچنان آزادانه میگردن هیچی، حاکمان بر سرنوشت میلیون ها انسان. ولی اگر مردی برای تأمین زندگی خانوادهش، برای تأمین نان سفره بچه‌هاش، برای معالجه مادرش بخواد کاری بکنه، بخواد پولی را از جایی برداره، از سرمایه داری برداره، این رو میگیرن انگشتای دستش رو قطع میکنن و یا اعدامش میکنن. و این حکومت بایستی بره، قابل تحمل نیست. اکثریت مردم ایران تحت فشار هستن و نمیگن به این. ما تلاش میکنیم صدای اون قش باشیم. تلفن دیگری داریم بیننده عزیزی الان روی خط هستن، ضمن سلام به شما، بفرمایید. بیننده عزیز الو. الو. بله سلام به شما، بفرمایید. سلام و درود به شما، روح و قهر خسته نباشید. صدای منو داری؟ بله صداتون داریم مثل توب. خسته نباشید روح و قهر، برایتون عروضی موفقیت دارم. شروع هشتمین سال فعالیت تلویزیون کومله را به همگی کارگران، زحمتکشان، زنان، دانشجویان، معلمین، جوانان و تمام قشر کم درآمد و فقیر جامعه تبریک و تهنیت عرض میکنم. بار دیگر هشتمین سال فعالیت تلویزیون کومله را به همه رفقای تلویزیون کومله و همگی اعضاب و کادرها و پیشمرگان کومله و حزب کمونیست ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما رفقا یک انتقادی به برنامه ای هست که من مرتب میشنوم و باید امشب برای شما مطرح کنم و آن هم برنامه زنده کردی. مجری که آن برنامه را اجرا میکند رفیق جلال محمد نژاد است. رفقا واقعا این برنامه کردی زنده جا نیفتاده و رفیق جلال مجری نیست که بتونه این برنامه را ببره داخل دل کارگران و زحمتکشان کردستان. این برنامه خودتونم میدونید مثل برنامه زنده فارسی جا نیفتاده و بیننده خودشو پیدا نکرده. خواهشمند است، این حرف تنها من نیست، من مرتب از اطراف میشنوم. این رفیق شاید در عرصه‌های دیگه رفیقی مبارز و فعال باشه، اما مجری خوبی برای برنامه تلویزیون زنده کردی نیست. میخواستم اینو خدمتتون عرض کنم. خیلی ممنون، بار دیگه خسته نباشید. بار دیگه فعالیت تلویزیون کومله را به همه شما و کارگران و زحمتکشان و پیشمردان کومله تبریک میگم. برای شما آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنون بیننده عزیزی که مدت ها بود صدای گرمتون رو نشنیده بودیم، امشب صداتون رو شنیدیم. خدمت شما عرض بشه که ما با تمام وجودمون از تمام تلاشایی که همکاران عزیزمون در تمام برنامه‌های تلویزیون کومله چه ثابت چه زنده انجام میدن واقعا می ستاییم. این تلاشاشون رو، زحماتی که میکشن برای پیشبرد هرچه بهتر برنامه های تلویزیون کومله و از این زاویه
کارهای رفیق جلال، رفیق حسین، رفیق امیر کلاقوچی در برنامه راستوخو قابل تقدیره و همه برنامه ها از جمله برنامه ما و برنامه ایشون و اون برنامه زنده کردی حتما ایراداتی داره و رفقای ما صمیمانه انتقادات رو خواهند پذیرفت و تلاش خواهند کرد که در جهت بهبود کیفیت این برنامه ها تلاش بکنن و انتقاد شما رو در نظر داشته باشن. ولی این رو فراموش نکنید که همه تهیه کنندگان برنامه های تلویزیون کومله در نهایت صمیمیت تلاش میکنن که برنامه هاشون برنامه های تودگیری باشه و جوابگوی نیازهای توده های مردم باشه. شما بله بیننده عزیز شما روی خط تلفنی، ببخشید من نذاشتم رفیق صدیق صحبت بکنه، بفرمایید. سلام، درود بر شما. درود بر شما رفیق بیننده عزیز. سالگرد تلویزیون کومله را به شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم که این تلویزیون بتواند روز به روز پیشرفت کند و بتواند پیام های لازم را به مردم شریف ایران و جهان رساند. و از شما درخواست می کنم که وقت برنامه هایتان را که در حد امکان اگر امکان دارد افزایش دهید. و چشم ما همه مردم ایران و دنیا به این برنامه های شما عزیزان هستش. البته با عرض معذرت که موضوع برنامه به مناسبت سالگرد تلویزیون کومله هست، اگه امکان دارد خواستم واسه ما توضیح بدیم که چرا شما واسه این فاجعه واقعا که در ایران پیش اومده، این فقر گرانی واسه مردم بیچاره پیش اومده، اگه در حد امکان دارد واسه این مردم کاری بکنید و حداقل در حد توان واسه کسانی که مثل خودم میگم یا کسی که دیگه نمیدونن واقعا چیکار کنن راهکاری بدهید، مثلا که ما چیکار کنیم از این فقر، از این ظلم، از این ستم، از این بدبختی نجات پیدا کنیم. بله. اگه واقعا در حد امکان شفاف واسه مردم توضیح بده. خیلی هستن که واقعا نمیدونن چیکار کنن، نمیدونن اصلا راهکاری ندارن، نمیدونن که چیکار کنن که از این بدبختی نجات پیدا کنن. بعضم سالگرد تلویزیون را به شما و تمام عزیزان یا طرفدار شما هستن تبریک میگویم. ببخشید از این که با این نمره های خوبی که به برنامه های تلویزیون کومله میدید ما ازتون تشکر میکنیم و واقعا مایه دلگرمی ماست. بیننده عزیز یک بار دیگر ازتون تشکر میکنیم. اما رفیق صدیقه ما طی هفته های گذشته تمام برنامه های بیننده عزیز روی خط موندن، تمام برنامه های گفت و شنود رو به مسائل و مشکلات اقتصادی، گرانی، حذف سوبسیدها، افزایش قیمتها، افزایش تورم، کمبود، کاهش دستمزد کارگران اختصاص دادیم و البته تصمیم من و شما اینه که در برنامه های آیندم در رابطه با راهکارها بیشتر صحبت بکنیم. درسته، ما تلاش میکنیم به این تقاضای شما پاسخ مثبت بدیم و به هر حال این صحبتی نیست که امشب بتونیم مفصل بهش بپردازیم. امیدواریم که در برنامه های آینده همونطور که رفیق فرهاد گفتن بتونیم جوابگو باشیم به این نیاز و نه تنها ما، شما عزیزان خودتون هم با امکاناتی که در اونجا هست با همکاران دیگرتون با هم دیگه جمع بشیم و با هم چاره اندیشی بکنید. ببینید تک تک این قطره های آب اگر به هم بپیوندن چه رود خروشانی خواهند شد. بله به هر حال من راجع به صحبت بیننده قبلی هم نظر رفیق فرهاد هستم. ما هممون تلاش میکنیم، ما تهیه کنندگان، ما مجریان و به هر حال رفقایی که با تلویزیون کومله همکاری میکنیم هرچی داریم در طبق اخلاص میگذاریم و توانمون رو تلاش میکنیم بیشتر بکنیم، ولی به هر حال هیچ کدوم دوره ندیدیم. اگر انتقادهایی هم به کار هر کدوم وارد هست، ما ضمن سپاس از اینکه شما گوش زد میکنیم تلاش میکنیم در رفع این اشکالات. بیننده عزیز دیگری رو داریم با خودمون. سلام به شما بیننده عزیز. الو. بله سلام به شما، بفرمایید بیننده عزیز. بله صداتون قطع شد بیننده عزیز. اگر اجازه بدید میان برنامه ای داشته باشیم تا این بیننده یا بینندگان دیگر عزیزمون با ما تماس میگیره. و تو آسمان شو چراغ خانه، و تو آسمان
شو چرا خانه قبل گایش قی خوش دما خانه قبل گایش قی ای ورا ورا مو خوش بن کسر خوش بن نجوش خوش دما خانه خوش دما خانه خوش دما خانه خوش دما خانه بودو عدایی تمانای خیرم خرایی کوکم خانه قاو دیرم خرایی کوکم ورا ورا بل خوش بن کسر خوش بن دوش خانه قاو دیرم خانه قاو دیرم خانه قاو دیرم خانه قاو دیرم عزیزان، همونطور که داشتم خدمتون عرض میکردم، روز کمال در راهه و به این مناسبت در کردستان و بسیاری از کشورهای دیگر مراسمی به این مناسبت طبق روال سالهای قبل برگزار میشه. اولین مراسم در کشور کانادا در شهر تورنتو در تاریخ دوم ماه فوریه برگزار خواهد شد که آدرس اون بای ویو اونیو تورنهیل شماره 55 هست. آدرس هایی که در این کشورها هست روی سایت های کماله و حزب کمونیست ایران وجود داره، ولی برای بینندگان عزیز حتما در برنامه های دیگری ما به ترتیب اجرای این مراسم ها اطلاعات بیشتری راجع به محل برگزاری خواهیم داد. به همین ترتیب روز 9 فوریه در شهر یوتوبوری در کشور هلند و در کشور دانمارک و استرالیا همزمان در 4 کشور این مراسم برپا خواهد شد. ببخشید رفیق، منظورتون اینه که 4 مراسم روز 9 برگزار میشه؟ درست، روز 9 در 4 کشور. روز 9 برگزار در روز 9 فوریه یوتوبوری، هلند، دانمارک و استرالیا هست. روز 16 فوریه در کشور آلمان شهر فرانکفورت و همچنین در کشور نروژ همزمان مراسم روز کمال برگزار خواهد شد و روز 23 فوریه در شهر استکهلم این مراسم برگزار خواهد شد و در کردستان هم درست همون روز 26 بهمن ماه مراسم بزرگی برگزار میشه که بعداً گزارش های این مراسم ها حتما در تلویزیون کامل پخش خواهد شد. به هر حال در کشور محل زندگیتون میتونید مراجعه بکنید و با رفقای دیگر، با کسانی که هوادار کامل هستن و اعضا و فعالین کامل و حزب کمونیست ایران، این روز رو با هم دیگه جشن بگیرید. تلفن دیگری رو با خودمون داریم. سلام به شما بیننده عزیز. بفرمایید. بله گویا بله قطع شد، منتها طوری که پیش بینی شده در برنامه های تلویزیون کومله حتما هم در رابطه با مراسم های روز کومله برنامه خواهیم داشت و هم در رابطه با عرصه های مختلف فعالیت کومله
همکارانمون گویا برنامه‌هایی رو تهیه کردن که امشب تقدیم برنامه‌ها بینندگان خواهد شد. اطلاعات مختصری به خصوص چون کانادا خیلی نزدیکه. بله. همین شنبه آینده هست. به هر حال لازم بود رفقایی که می‌خوان در کانادا در شهر تورنتو شرکت بکنن این اطلاعات رو تقدیمشون بکنن. بله حتما به جا بود این که ما در رابطه من فقط می‌خواستم اینو بگم که ما در برنامه‌های آینده تلویزیون کومله به مناسبت فراسیدن روز کومله و فعالیت‌های کومله حتما در تلویزیون ویژه برنامه‌هایی رو خواهیم داشت. خب برنامه بله من خواستم شما تلفن رو پاسخ بدید. تلفن‌های دیگری رو داریم. سلام به شما بیننده عزیز بفرمایید. سلام وقتتون بخیر. هشتمین سالگرد و هشتمین تولد دوباره تلویزیون کومله را به تمام پیشمرگان کومله به حزب کمونیست ایران به تک تک پیشمرگان کمونیست تبریک عرض می‌کنم. متشکرم. ما فرارسیدن هشتمین سالگرد آغاز به کار این کانال تلویزیونی رو که امیدواریم طی 7 سال گذشته تونسته باشه زبان گویای محرومان جامعه ایران و منطقه و جهان بوده باشه رو به شما عزیز تبریک میگم. ممنونم. دستتون در نکنه. واقعا زحمت کشیدید. واقعا واقعا زبون کلی خودمون بجی کاماله بجی پزمگانه حزب کمونیست ایران بجی سید ابراهیم علیزاده. خیلی ممنون رفیق صدیقه. امشب توی برنامه به مناسبت آغاز به کار فعالیت تلویزیون کومله زنان زحمتکش رو با خودمون نداشتیم امشب. بله من انتظار دارم رفقای زن چه در داخل چه در خارج بیشتر بر حال تماس بگیره. منم موافق شما. در بسیاری از برنامه‌های گفت و شنودی که داریم البته اونجایی که پای دردها و رنجها و مشکلات پیش میاد ما زنان بیننده این کانال رو با خودمون داریم که بار مشکلاتی رو که بردوش دارن رو با ما تقسیم میکنن. البته ما خوشحالیم که با ما درد دل میکنن ولی جا داشت که امشب هم بیننده های زن برنامه های تلویزیون کومله رو با خودمون داریم. الله هنوز دیر نشده عزیزان. اگر صحبتی دارید، پیشنهاد، انتقاد میخواید صحبتی بکنید هنوز فرصت هست. بسیار خوشحال خواهیم شد که صدای شما رفقای زن بینندگان زن رو با خودمون داشته باشیم. یا شاید بله تلفنی از ایران بفرماییم که نیاز شما رو تامین بکنیم. بیننده عزیز بفرمایید. الو بله سلام به شما بفرمایید. سلام خیلی خوشحالیم. مرسی که زنگ زدید. میخواستم سالگرد آغاز برنامه های کومله رو تبریک بگم. متشکریم. بله بفرمایید. صداتون هست. ادامه بدین. بله من نقاط مثبت رو فکر میکنم همه بینندگان گفتن. من چند موردی بود که میخواستم با شما در میان بذارم. یکی این که در مورد همین برنامه گفت و شنود کردی راستش من فکر میکنم اونجوری که یه بیننده زنگ زد و گفت مجری رو مقصر همه چیز میدونه من اینجوری نمیبینم. من فکر میکنم کلن خود برنامه یه مقداری خسته کننده است. شاید به خاطر اینه که متنهایی که برای برنامه تعیین میشه به این برنامه شاید نمیخوره بیشتر. خب برنامه فارسی رو تو تمام ایران گوش میدن ولی برنامه کردی رو بیشتر مردم کردستان گوش میدن و به این دلیل باید جدا از مسائل عمومی متنهایی که بیشتر برای مردم کردستان جالبه و اونها رو وادار میکنه که با تلویزیون تماس بگیرن در این برنامه گنجونده بشه. و واقعا هم آقای مجری برنامه من فکر میکنم زحمت خودشو در این سالها کشیده و من به نوبه خودم ازش متشکرم. ولی خب برنامه در حال همونطور که بیننده قبلی گفت فکر میکنم مثل گفت و شنود فارسی جا نیفتاده.
یه مسئله دیگه در مورد بفرمایید مسئله اخبار بود که این اخبار رو راستش من هر وقت گوش میدم خیلی از خبرها تکراریه. بله. یعنی مال روز قبله. دیگه نمیدونم امکانی هست که بشه اخبار و اخبار به اصطلاح جدید رو در همون روز پخش کنین، و اگه نمیشه خب نمیدونم سعی کنین اخباری رو که خیلی مهمه پخش کنین، نه خبرهایی که تکراریه و از همه به اصطلاح فرستنده ها قبلا پخش شده. بله. شما امکان دارید روی خط بمونید یکی دو دقیقه یا میخواییم قطع کنیم ما باهاتون صحبت بکنیم؟ اجازه بدین پیشنهاد من میتونم چند دقیقه بمونم. بله. شما نکات دیگری داری با ما در میان بذارین؟ بله یه نکات دیگه هم داشتم. بفرمایید، خواهش میکنم. در مورد پربار کردن بیشتر برنامه ها. بله. یه مسئله دیگه این بود که راستش فکر میکنم که مسائل اجتماعی و برنامه های آموزشی هم خب در تلویزیون کامله هست، ولی من فکر میکنم که باید بیشترش اهمیت داده بشه، هرچند من میدونم که مشکلات هست، کمبود وقت هست و اینا، ولی مثلا من وقتی فکر میکنم یک کسی مثلا به خاطر یه سکته قلبی جانش رو از دست داده و فکر میکنم اگه قبل از این مثلا یه چیزای مردم یعنی عموماً در مورد این مسائل بدونن میشه جان خیلی از انسان‌ها رو نجات داد به طور نمونه. بله. یا مثلا در مورد فرض کنیم آتش سوزیایی که مثلا پیش اومده بود تو این مثلا جاهایی که هست، درست مقصر اصلی جمهوری اسلامیه، ولی فکر میکنم اگه مردم خودشون یه مقداری آگاهی داشته باشن یا وسایل رو بشناسن برای مثلا مبارزه با این مسائل اجتماعی، مصائب اجتماعی میتونن به موقع عکس العمل نشون بدن. کاملا. و یه مسئله دیگه هم راستش این البته آخرین مسئله است. خواهش میکنم بفرمایید. بگم که وقت بیننده‌های دیگر نگیرم، اینه که یه مقداری هم به برنامه‌های شادی‌آور برای مردم به اینم بیشتر توجه بشه. چون واقعا آدم فکر میکنه مثلا تو ایران مردم یعنی هیچی از جمهوری اسلامی نصیبشون نمیشه. لاغر از تلویزیونی که دوست دارن، در موردی که مثلا اونا دوست دارن خوشحال باشن از این تلویزیون هم مثلا باشون همراهی بشه. بله. دوباره از همتون تشکر میکنم برای زحمتاتون و برای برنامه های خوبی که اجرا میکنین. بله. مام از شما تشکر میکنیم. من سهم خودم رو که چند پاسخی رو خدمتتون دارم عرض میکنم، بعد رفیق صدیقم خودشون حتما اگه پاسخی دارن خدمت شما عرض بکنن. اگر هستین خیلی خوب، اگرم نه خب تلویزیون رو نگاه میکنید، پاسخ ما رو از طریق تلویزیون میتونید. من میتونم از تلویزیون دنباله برنامه رو نگاه کنم. بله لطفا محبت بکنید از طریق تلویزیون برنامه رو نگاه بکنید. ولی از این که با ما تماس گرفتید خیلی خیلی ممنونم. حتما دیدین که من داشتم نگران می شدم، می گفتم به رفیق صدیقه که امشب بینندگان عزیز زن برنامه هنوز تماس نگرفتن و این جای نگرانی ما بود. شما به هر حال شکستین این سکوت. ما با شما موافقیم. همکارانمون در برنامه راست و خو همشون در نهایت صمیمیت و جدیت تلاش میکنن که برنامه رو بهتر پیش ببرن. خب شما ملاحظاتتون رو مطرح کردید، این رفقای عزیز ما حتما بیننده برنامه امشب هستن، رو ملاحظات شما رو در نظر میگیرن. در مورد اخبار حقیقتش رو بخوای بگذاری، این حقیقت رو به شما بگم که ما در مورد اخبار صحبت کردیم. اخبار ما دو تا ایراد میتونه داشته باشه. یکی از ایراداتش اینه که اخبار تلویزیون کمله منحصر به فرده، اخباریه که از کانالهای دیگر تلویزیونی پخش نمیشه. چشم تلفن رو میگیریم، فقط این نکته رو بگیم، از این زاویه که به زندگی مردم کارگر و زحمتکش و به رویدادهای محیط کار کارگری زنان اینا میپردازه منحصر به فرده. اما این که تازه نیست و قدرت رقابت رو با دیگر رسانه‌های پر قدرت دنیا نداره، این رو ما میپذیریم، ولی در صددیم شاید با اضافه کردن یک بخش خبری صبحگاهی و یا به طریق دیگری این کمبود رو حتما جبران بکنیم. در مورد مسائل دیگر هم حتما
همکارانمون و مدیریت تلویزیون کومله تلاش میکنن این ملاحظات شما رو در نظر داشته باشن. میگن تلفنی رو داریم، این تلفن رو بگیریم، بعد شما سرجم پاسخ بدین. خواهش، من پاسخی ندارم. تشکر از این بیننده عزیز. بله. و حتما پیشنهادات شما رو شنیدیم و بهش توجه خواهیم کرد. ممنون هستیم. بیننده عزیز دیگری داریم. سلام به شما بیننده عزیز. سلام به شما. سلام به سرگر تلویزیون کومله را به شما تبریک عرض می کنم. ممنون هستیم. بله، صحبت دیگه دارید؟ و دوستان در آینده کنم بادورو سرگر تلویزیون کومله را به شما تبریک عرض می کنم و دوستان در آینده کنار شما باشم. 11 سال دارم و از کامیاران مزاحم شدم. در احسانهای تدرم پدرم را یادتان نرود و به من راهکار بدهید که گونه مثل شما باشید. زنده باشید. زنده باشید جوان عزیز، نوجوان عزیز. ممنون از تماس شما بیننده عزیز و ممنون از پدر و مادرهایی که به هر حال همچین بچه هایی دارن. واقعا شما امید میدین، چون به هر حال سن سال ما ها کم کم داره بالا میره. شما ها بایستی بیاین جوان ها و کارهای انقلابی رو چه در رسانه ها، چه در داخل جامعه، چه در تشکل سازی ها شما به عهده بگیرید. این مسئله امنیت جانی، مسئله کودکان، مسئله واقعا مشکلات زیادی در جامعه هست. آدم به هر گوشش که میپردازه هنوز میبینه واقعا نمیتونه جوابگو باشه. و تلفنی دیگری داریم. سلام به شما بیننده عزیز، بفرمایید. الو، سلام خانم. سلام به شما. خسته نباشید. متشکرم. خدمت آقای شعبانی هم سلام عرض میکنم. خسته نباشید. خیلی ممنون. میخواستم سالگرد تلویزیون کومالا رو به همتون تبریک بگم. مرسی. و تشکر کنم از برنامه های خوبتون. ما هم خدمت شما عرض سلام داریم و تشکر میکنیم از محبتهایی که نسبت به ما و تلویزیون کومله دارید. و اینکه واقعا خیلی دوستتون داریم، برنامهاتون هم خیلی خوبه. مرسی. خیلی ممنون، شما لطف داریم. لطف دارید بیننده عزیز. ممنون از تماستون و امیدواریم که در برنامه های دیگر خانم ها جبران بکنن. امشب یه مدار آقایان فعالتر بودن. به هر حال امیدواریم که فرصت هست، صحبت ها زیاده، فقط امشب نیست، هفته دیگر. اینجوری نبود رفیق صدیقی، تا ما گفتیم خانوما گوشی ها رو برداشتند و زنگ زدند به برنامه. منتها سهم مساوی داشته باشیم. آره، من حقیقتش این نوجوان 11 ساله‌ای که از کامیاران زنگ زدن، مطابق معمول من زود خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم. همکارانم هم میگن که به هر حال تو به درد نمیخوری، باید از پشت اون دوربین کنار بری دیگه. احساسات آدم لطیفی دارید. بله، آدم احساساتی هستی، تحت تاثیر قرار میگیری. این بارها بهم انتقاد کردن در این رابطه، البته خب درستم میگن، ولی امیدوارم این نوجوان 11 ساله کامیارانی جای ما رو پر کنه، در کنار ما قرار نگیره. ما آماده این با کمال میل این صندلی رو تقدیم شما عزیز بکنیم و در این حال امیدوارم برنامه هایی هم برای شما داشته باشیم. بیننده عزیز دیگری رو روی خط تلفن داریم، بفرمایید. با سلام و شب بخیر به شما رفقای عزیز. درود بر شما. من ابراهیم حیدری هستم، از صداتون تماس میگیرم. میخواستم روز تلویزیون کامل رو بهتون تبریک بگم و تشکر کنم از برنامهاتون. امیدوارم این تلویزیون مثل همیشه چشمی باشه واسه کسانی که میخوان در بر علیه جمهوری اسلام، بر علیه فقر، بر علیه فساد، بر علیه تمام نابرابری ها میخوان مبارزه کنن. شما همچنین پایدار با این تلویزیونتون بمونید و راهگشا و راهنمای همه آیندگان باشید. امیدوارم همیشه موفق باشید. فقط خواستم یه تبریک گفته باشم بهتون. رفیق ابراهیم، ما 8 سالگرد تلویزیون کومله رو به شما تبریک میگیم. در ابتدای برنامه ها اعلام کردیم حضور عزیزانی از فعالین جنبش های اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش انقلابی مردم کردستان و تحلیلگران سیاسی در این برنامه ها برای ما جای قدردانی و شما یکی از این عزیزان هستی که در برنامه های تلویزیون کومله حضور پیدا کردی. متشکرم. شما لطف رفیق فرد. خواهش میکنم. واقعا امروز در این سیاهی
دوران در این نبود امکانات تلویزیون، در این امکاناتی که واقعا برای مخصوصا طبقه کارگر، مخصوصا ما کمونیست‌ها که چشم دیگری نیست، جان دیگر نیست که بتونیم دردهای خودمون رو بگیم، بتونیم راه‌حل‌های خودمون رو پیدا کنیم، تلویزیون کماله خیلی راهگشا بوده. امیدوارم همیشه مثل همیشه موفق و سربلند باشی. درود بر شما رفیق ابراهیم حیدری عزیز. خواهش میکنم. مزاحم نشم، میدونم بینندگان یه هستن میخواد صحبت کنن. براتون شب خوبی را آرزو میکنم. خیلی ممنون. تشکر رفیق ابراهیم عزیز. ما فکر میکنیم اون چی که تلویزیون کماله رو منحصر به فرد کرده همین رادیکال بودنش و اینکه مبلغ مذهب و سرمایه و ناسیونالیسم نیست و تلاش میکنه جلوی پای طبقه کارگر کمی فراتر از اون رو ببینن و فقط به فکر مشکلات امروز نباشن، بلکه با امید تلاش بکنن نیروشون رو جمع بکنن، متشکل بشن و برای اون فردای رهایی که توش هیچ استثماری وجود نداره قدم برده. من فکر کنم این تلویزیون کاملا رو منحصر به فرد کرده. ویژگی تلویزیون کاملا این هست. تلویزیون های دیگر اپوزیسیون رو آدم نگاه میکنه، هرچند همه میگن خواهان سرنگونی هستیم، ولی پیام هاشون کاملا متفاوته و دقیقا در راستای پیشبرد سیاست های بورژوایی و سرمایه‌داریه. رفیق صدیقه، برای رفتن به اعماق زندگی مردم کارگر و زحمتکش، زنان، مردان و کودکان محروم این جامعه راه درازی رو در پیش داریم. ما باید اینو بپذیریم، باید این راه رو بدیم. کاملا درسته، ولی بیننده دیگری داریم. بله بفرمایید. سلام به شما بیننده عزیز، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. منم تبریک میگم سالگرد برنامه تلویزیون شما رو، برنامه تلویزیون کاملا رو. اولین سوالی که دارم، فکر می‌کنم همین یه سوال هم داشته باشم، هزینه این تلویزیون از کجا تامین میشه؟ بله خیلی ممنون از سوالی که مطرح کردین. ما یک بار با آغاز فعالیت‌های تلویزیون کومله گزارشی رو از منابع مالی که تلویزیون کومله تامین میشه رو به اطلاع بینندگان عزیز رسوندیم. امیدوارم، نمیدونم شما در جریان بودین یا جریان نبودین، این هزینه های تلویزیون کومله از منابع مالی که این بیننده روی خط نموندن، منابع مالی که کومله داره تأمین میشه، ما اینو یک دوره با جزئیات توضیح دادیم و خیلی هم در موردش مورد سوال قرار گرفتیم و این سوالات رو پاسخ دادیم. این تلویزیون متکی بر کمک کسانی که دلسوز کومله هستند، دلسوز تلویزیون کومله هستند، سرمایه‌ای که برای تضمین فعالیت‌های این کانال تلویزیونی ما تلاش کردیم تأمین بکنیم و این دو منبع، دو منابعی است که تلویزیون کومله بر اون متکیه. منتها یکی از منابعی که برش متکیه کمک و یاری دوستان و دلسوزان خودشه و سرمایه‌ایه که کومله براش تأمین کرده. بیننده عزیز دیگری رو روی خط تلفن داریم، بفرمایید. الو، شبتون بخیر. متشکرم، شب بخیر، بفرمایید. ببخشید، می‌خواستم برنامه تلویزیون تشکر کنم، بگم افرادی مثل منم که از تهران زنگ می‌زنیم تلفن شما رو دوست، تلویزیون شما رو دوست داریم. بعد می‌خواستم بگم فقط افراد کمونیست نیستم، مثلا من خودم مذهبی هستم، تلویزیون شما رو دوست دارم. می‌خواستم بگم، بعد بگم به این دید نگاه نکنی، مثلا ما هم افکار سوسیالیستی رو دوست داریم. ما هم شما رو دوست داریم، واقعا خیلی هم دلمون میخواد شماها بیشتر با برنامه‌های ما در تماس باشین و بیننده باشی که با هم بتونیم تبادل افکار بکنیم. بله، من می‌خوام، من خودم مذهبی هستم، مثلا خیال نکنیم مثلا حتما کمونیست باشه، ما هم مثلا تلویزیون شما رو دوست داریم، مثلا حتما یه اختلافایی داریم، ولی مثلا واقعا دوست داریم مثلا افکار مثلا سوسیالیستی، هرچند که مثلا من خودم مثلا مخلوط افکار سوسیالیستی با مثلا آزاد با هم دوست دارم. مثلا من طرح هدفمندی یارانه ها رو به نظر من طرح خیلی خوبیه، حالا نمیدونم نظر شما چیه، ولی مثلا افکار حمایتی از قشرهای فقیر، کارگر، اینا خیلی اندیشه های خوبیه که من خیلی اینا رو دوست دارم. تلویزیونتون واقعا تشکر میکنم.
صحبت یارانه ها دردیه که بایستی واقعا کاملا شکافته بشه. همین فاز دومش رو در نظر بگیرید، هنوز اجرا نشده، اونایی که تولید کننده هستن نرخا رو هنوز دیارانه اضافه نشده و نیومده بردن بالا. به هر حال نتایج عکس این رو هم باید ببینیم که این به هر حال چون امشب وقت کمه فرصت نداریم. من فقط سریع بگم هدفمندی اگه یه جا انجام شد همونجوری که آقای احمدی نژاد میخواست خیلی به نفع بود، درست ضررایی هم داره ولی علاوه بر بعدی خیلی خوبه، منتها به شرطی که مثلا میگم حق تولید رو بدن، حق کارگر رو بدن. اینا با اینا میگم من برای اینکه دیگران زنگ بزنن خیلی ازتون سپاسگزارم. گفتم فقط میگم من مذهبی هستم ولی بازم تلویزیون شما رو خیلی دوست دارم. خدا نگهدار. خواهش میکنم محبت کردین، تماس گرفتین بیننده عزیز. ممنون از تماسشون. به هر حال امیدواریم توی این دیالوگا ما بیشتر از نقطه نظر شما برها آگاه بشیم، شما هم بفهمید که منظور ما چی هست و به هر حال از اینکه بیننده این برنامه هستی و تا اونجایی که به سوسیالیسم مربوط میشه خودتون هم جهت میدونید، به هر حال این جای خوشبختیه و امیدواریم در ادامه هم بیننده برنامه باشید. من میخوام این نکته رو بگم در رابطه با این بیننده عزیزی که زنگ زدن، اصلا اگر ما بتونیم شمار بینندگان اینچنینی که افکار مذهبی دارن، سوسیالیست نیستن، با ما مخالفن، مخالف دیدگاه های ما هستن رو پای تلویزیونمون بنشونیم و با هم وارد دیالوگ بشیم، به نظر من این یکی از موفقیت های کار ماست و خوشحالیم از این بابت. بله بفرمایید. تلفن دیگری داریم. بیننده عزیز سلام به شما. الو. بله بفرمایید. سلام رفیق صدیقه. سلام به شما، بفرمایید. حال شما خوبه؟ متشکرم. تلفنتون قطع شد بیننده عزیز، متاسفانه لطفاً دوباره تلاش بکنید شماره رو بگیرید. تلفنتون قطع شد. من داشتم اینو میگفتم رفیق صدیقه، واقعا ما باید خوشحال از این باشیم که کسانی که هنوز افکار ما رو 100% قبول ندارن به بینندگان این برنامه تبدیل میشن و از این بابت واقعا خوشحالم که در اقصا نقاط ایران تلویزیون کمل صاحب بیننده شده. من شنیده بودم که گویا در بخشایی از ایران که الان اسم نمیبرم، کسایی که ماهواره میفروشن وقتی میرن نصب میکنن خودشون اتوماتیک تلاش میکنن که بی بی سی رو براشون نصب بکنن، تلویزیون آمریکا رو نصب بکنن، منتها خریداران به این نصب کنندگان میگن آجون خواهش میکنیم تلویزیون کمله رو برامون نصب بکنید. تلویزیون کمله واقعا تا این حد در اعماق جامعه پیش رفته و این مایه خوشحالیه. بفرمایید. تلفن دیگری داریم. سلام به شما بیننده عزیز. سلام حسن باشید. درود بر شما. درود به شما. بفرمایید. درود بر شما. میخواستم از شما تشکر کنم با برنامه خوبی که دارید در شبانه روز. ولی من یه خواسته از شما داشتم، اینه که اگه امکان داره اخبار رو بیشتر مثلا به فارسی، چون ما هم از گوشه کنار از جنوب ایران دارم تماس میگیرم با شما و شما نمیدونید اخباری که در رابطه با اعتصاب کارگران اعلام میکنید و ترسنا و اعتصابات کارگری در جنوب، نمیدونید چرا تاثیر مستقیم رو مثلا افکار مردم جنوب میداره. شما میگید همین اخباری که در رابطه با اعتصابات کارگری در ماشر یا هفتفهم و شوش و شوشتر اعلام کردیم، پیش شبکه بیش بی اخبار رو پخش نکرده. درست به همین دلیله که امیدوارم، ببخشید، درست به همین دلیله این بیننده عزیزی که البته به درست به ما انتقاد کردن در مورد اخبارمون، ولی و من پاسخ دادم اخبار ما واقعا منحصر به فرده. اخبار همون اعتصابات و اعتراضات بندر امام، کارگران نیبر، کارگران نیشکر هفتپس و کارگران دیگر توی ایران، بله 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 درسته. شما نمیدونید این اعتصابات و این جریان مثلا پنجتنی هم که پنجتنی هم که در حوات میخواستن اعلام بشن، اخبار شما خود چه تأثیری داشته در سراسر خوزستان؟
ما خیلی ممنونیم که شما این اطلاع رو میگی که پخش اخبار مربوط به اعتصابات کارگری تأثیر داره در روحیه مبارزاتی کارگران و در منطقه، و ما از این بابت حتما تلاش ما هم شما هستیم، از این مجموعه هستیم، ما خودمون جدا نمیدونیم از شما. بله واقعا خوشحالیم که میتونیم صدای شما باشیم بیننده عزیز. امیدواریم بیشتر اخبار به ما برسه، بیشتر همکاری بشه با این تلویزیون، از وضعیت زندگی خودتون، اعتراضات کارگری و سایر حرکت‌های اجتماعی که صورت میگیره ما رو بیشتر در جریان قرار بدید. ما کانال شما هستیم و وفادار به آرمان شما و مبارزه میکنیم هممون برای اون دنیایی که شایسته انسان هست. من این نکته رو باید امیدوارم الان رفقای همکارمون در واحد مرکزی خبر تلویزیون کومله باید متوجه این قضیه باشن. البته من یادمه وقتی که اعتصابات کارگران پتروشیمی بندر امام ماهشهر آغاز شد و ما به این مناسبت برنامه زنده داشتیم، اولا تلفن از اونجا داشتیم و بعدها به ما اطلاع دادن که پخش برنامه های زنده تلویزیون کومله در رابطه با این اعتصابات کارگری باعث متحد شدن و نزدیک شدن کارگران به همدیگر شد. واحد مرکزی خبر تلویزیون کومله قبل از این تلفن توجه داشته باشن که این کارگر خوزستانی چی گفتن. بفرمایید باشون. بله بیننده عزیز، سلام بفرمایید. مغان هستم از دشت مغان، از بینندگان پراباغ قرص و طرفدار حزب کمونیست و حزب کمونه ایران. درود بفرستم به همه همکارانتون و این روز رو پرمیمنت رو بهتون تبریک میگم که روز برگزاری تلویزیون کمونه بود هستش. رفیق شبام، همیشه من انتقاداتی درباره این تلویزیون داشتم و دارم بازم که این برنامه باید پر محتوا باشه. بله. و همیشه داشتم، هر موقع هم که زنگ زدم نمیدونم منو به یاد میارم یا نه، همیشه اعتراضات و گرم خودم، حالا من میگم گرم، شاید برای شما سرد باشه، برای شما ادعا کردم. باور کنید، یه لحظه صبر کنید، باور کنید اصلا انتقادات شما یکی از اون انتقاداتی بوده که شخصا به عنوان مجری برنامه گفت و شنود به اطلاع مدیریت تلویزیون کومله رسوندم و حتی کار به اینجا کشید که ایشون رو به یکی از برنامه ها دعوت بکنیم که به انتقادات شخص شما از دست و مغان پاسخ بدن. همین رفیق شبان، من خودم یعنی عضو اون کومله میدونم، عضو اون شبکه‌ای که دارین اجرا میکنین رو میدونم. من فکر میکنم همون مجری شبکه هستم که دارم اون برنامه رو اجرا میکنم و اینو وظیفه خودم میدونم. میگم که به رفیق شعبان باید بگم که یعنی خودم هستم که رفیق شعبان اونجا نشسته. بله، این داره وظیفه که در گردن ما هسته. ببخشید، من خانم صدیق سلام عرض کردم به شما، من بی ادبی هست. منم سلام دارم، من ایشون فرهاد شعبانی هستم. شعبان نیستم، رفیق شعبانی. ببخشید، یه خورده قول شدم ازت که تو بیشتر از دو ساعت دارم تلفن میگیرم که نمیدونم بگیرم، به خاطر اون قول شدم. یه خورده بی ادبی نشه. خواهش میکنم، قربونتون برم. امیدوارم که برنامه‌تون بازم پر محتوا باشه. برنامه فارسیتون به خاطر این اصرار دارم، من خودم آذری زبان هستم، به رفیقای کردم بر نخوره. بله، به خاطر اینکه ما زبان حالا مشترکمون که فارسی عام فهم هستش، همه اینو میدونن، به خاطر این من اصرارم بر اینه که زبان فارسی بیشتر بشه، برنامه فارسیتون زیاد بشه. حتی اگه خودتونم تایمی در اختیار گرفته باشین، میدونین که همین برنامه فارسی که واسه تلفن گذاشتین چقدر از کدوم شهرستون چقدر برنامه های زیادی دارین. من الان تو این دو ساعت شاید باورتون نشه، دو ساعت همین الان تونستم به این تلفن وصلشم. میدونم که خطاتون مشغوله، از تمام نقاط ایران به این خط به حزب کمونیست ایران یا همین شبکه کمونه دارن زنگ میزنن ولی موفق نمیشه. به خاطر این اصرار میکنم. بازم ممنونم از این برنامه خوبتون و امیدوارم که روزی بشه که پرچم سوسیالیسم در ایران و در سراسر دنیا بلند کنیم و انسان ها به راه آزادی خودشون رو پیدا کنن. و درود میفرستم به شماها که با این برنامه خوبتون. ببخشید قبل از این که بریم، واقعا ما یه مدتی چند هفته پیداتون نبود، دلمون برات تنگ شده بود، بهار کنید. قربونتون برم، یک گرفت خودتون که ما کارگرا همیشه گرفتار به خاطر اینه، اسیری گرفتاریم ما به خاطر اینه، وگرنه من همیشه برنامه‌هاتون رو دنبال می‌کنم و
چرا من دو سه بارم سعی کردم با شما تماس بگیرم چون از خود شخص شما تلفنی ندارم که بیشتر با شخص خودتون صحبت کنم. به دو سه بارم چرا تلفنی خواستم به شبکه چیز وصل بشم ولی موفق نشدم. امروزم که واقعا دلم میخواست که باید صحبت کنم. از بر موقع شروع برنامه‌تون تا همین الان یعنی به خوب دارم شماره‌تون رو میگیرم که حتی شده برای عرض ادب یه تبریکی به یه ثانیه هم شده به شما زنگ بزنم که الان موفق شدم. چشای عزیز تو از دور میبوسیم جانم. چشای عزیز تو از دور میبوسیم. قربونتون برم. منم میبوسمتون خانم هم شما رو هم رفیق سوانی شما رو میبوسم. همه رفیقاتونی که اونجا دونه بدونه پیشونشون رو میبوسم و همه اون برنامه گذاران چه در کردستان عراق و چه در سوئیس همشون رو میبوسم از راه دور و سلام گرم همشون سلام گرم به همه شون برسونی. قربونتون برم. خیلی ممنون محبت کردی. منم سلام همه رفقا رو به شما و سایر بینندگان میرسونم. ممنون از این همه احساسات، این همه توجه، این همه احساس مسئولیت و مشارکت شما هم میتونه محتوا رو بهتر بکنه. به هر حال هر صحبتی که شما میکنید به هم طبقه هایتون میتونید توصیهاتون رو بکنید. فقط ما اینجا نیستیم که پیام داریم، شما خودتون فعالین جنبش های اجتماعی هستین. با این تلفن پیام خودتون، صدای خودتون رو میتونید به سایر افراد هم طبقه خودتون برسونید. این کانال کانال ارتباطی و پل ارتباطی بین شما هست. تلفن دیگری داریم. سلام به شما بیننده عزیز. الو سلام علیکم. سلام به شما. سلام خدمت شما رفیق صدیقی عزیز و رفیق فرهاد شعبانی. متشکرم. بفرمایید. منم به نوبه خودم هشتمین سالگرد آغازکار تلویزیون کومله رو به شما و به تمام کارگران و زحمتکشان ایران به خصوص تبریک میگم. راستش چیزی که من اومده کرد با تلویزیون شما تماس بگیرم، البته اینو نگفتن مونه که رفقا و دوستای زیادی هستن که در خارج کشور واقعا میخوان باهاتون تماس بگیرن، ولی این شانس رو به افرادی میدن که در داخل ایران با تمام مشکلاتی که سر راهشون وجود داره میخوان تماس بگیرن. به خاطر همین ولی چیزی که منو وادار کرد که باهاتون تماس بگیرم این بود که یکی از بینندگانتون در رابطه با تلویزیون کومله و مخارج تلویزیون کومله از کدوم راه ها دیگه فراهم میشه و خلاصه تلویزیون کارشو ادامه میده. چیزی که رفیق فرهاد اشاره کردن این خیلی درسته، ولی به نظر من چیزی که باید ما واضح و آشکارا بگیم که بیشترین پولایی که خرج تلویزیون کومله میشه از اعضای حزب کمونیست ایران در خارج کشور دیگه این فراهم میشه و خلاصه اعضای حزب کمونیست ایران از همون آغاز به کار تلویزیون کومله با گرفتن وامهای در حد توانشون با دادن پول بابت آغاز به کار تلویزیون کومله با پرداخت حقوق یعنی که عقه عضویت ماهانه بابت تلویزیون کومله و در مواقعی هم که استراری پیش اومده کمک کردن. اینو باید با صراحت به مردم به بینندگان تلویزیون کومله بگیم به خاطر اینکه شک نکنن. همین طوری بگیم خوب دوستا و آشنایان کومله و یه سری جاهای دیگه باید اینو با صراحت بهشون بگیم که قسمت اعظم مخارج تلویزیون کومله بر دوش اعضای حزب کمونیست ایران در خارج کشور هستش. بله. آره دیگه. فقط همین رو می‌خواستم اشاره بکنم. من عرض دیگه ای ندارم، فقط می‌خوام چیزی بگم که تلویزیون کومله خلاف جریان. خلاف جریان به این معنی که وضعیت و شرایطی که امروز در جامعه و تو دنیا وجود داره، فقر، فلاکت، احتیاط، بیکاری، ولی این واقعیتی که کسی نمیتونه اینو انکار بکنه، ولی عقلانیت نداره. اینو تلویزیون کومله میخواد اون صدایی باشه که اینو خلاصه به جایی ببره که عقلانیت داشته باشه. این وضعیت و شرایطی که شایان انسان امروزی، شایان زندگی انسانی، اینو به مردم برگردونه و خلاصه قدرت و حاکمیت رو به مردم و به توده های کارگر و زحمت کش
و کسایی که کار میکنن، زحمت میکشن و خلاصه این دنیای پر از دستاورد و پر از امکانات رو برای جامعه بشری به وجود آوردن. بله، خیلی بیننده عزیز به من وقت دادید، خواهش میکنم از این که تماس گرفتی و این نکته مهم رو یادآوری کردی ازت تشکر میکنیم. شما محبت بکنید صدای آشنا سلام ما رو به همه رفقای دوروبر خودتون برسونید. من راستش بخوای نخواستم وارد اون جزئیاتی بشم که شما میل داشتیم واردش بشیم، چون این رو در یکی دو تا از برنامه‌های قبلی تلویزیون کومله و به مناسبت‌های گوناگون ما توضیح داده بودیم. از این لحاظ با تشکر از این توضیحات این رفیق عزیزمون، ضروری بود برای رفع شبهه‌ای که ممکنه کسان دیگری از جاهای منابعی پولی دریافت بکنن. من فکر کنم این توضیحات لازم بود، منم می‌خواستم این توضیح رو بدم ولی متاسفانه چون تلفن داشتیم ما صحبت‌های خودمون رو نصف کاره گذاشتیم و الان هم تلفن داریم. بار دیگر ممنون از این رفیق عزیزمون و سلام به بیننده که الان صداشون داره پخش میشه. بله. سلام مطمئن صدا رو یکم بیشتر بکنید. بفرمایید. سلام خدمت شما رفقای مجری برنامه سالگرد تلویزیون کومله. هشتمین سالگرد تلویزیون کومله را به شما مجریان زحمتکش تلویزیون کومله، به کارگران زحمتکشان، به زنان، به زندانیان سیاسی، به قشر محروم جامعه تبریک عرض میکنم. بهتون خسته نباشید میگم و امیدوارم این تریبون آزاد همیشه برقرار بمونه. بله بفرمایید. و در ضمن یه پیشنهادی داشتم، اگه بتونید برای مقدور باشه به نظر من در هفته یک روز یه تن ساعت یه تریبون آزاد در اختیار بینندگان و شنوندگانتون بذارید، نه اینکه موضوع بحث خاصی باشه. بله بحث آزاد باشه، هر بینندگان هستی میخوان اونجا یک از تریبون آزادتون استفاده کنن، بیانات خودشون رو ابراز کنن. بله و بازم بهتون تبریک میگم و خسته نباشید بهتون میگم. تلویزیون کومله تنها تلویزیونیه که متعلق به قشر زحمتکش جامعه، به قشر زنان، به طبقه محروم جامعه است. تنها تلویزیونیست که بدون کمک مالی از کشورهای بزرگ جنایتکار شروع به کار کرد و به حق مجریان و دستاندرکاران تلویزیون کومله همه جانفدا و بدون هیچ چشم‌اندازی تو این تلویزیون شبانه روز زحمت میکشند تا اخبار و حقایق را به گوش مردم برسانند. بله تلفن قطع شد، ممنون. واقعا چشم داشتی ندارن رفقا، اغلب از وقت آزاد مایه میگذارن و از وقت استراحت و بعد از کار با صدای خسته. خیلی وقتا میایم اینجا، گاهی بینندگان میگن چرا قیافت اینقدر خسته است، مثلا برای من که معلمم 5 ساعت امروز کار کردم با بچه ها سر کله زدم بعد دادم میاد اینجا، خب دلمون میخواد صدامون رساتر باشه، کمتر خسته باشیم. ولی با تمام وجود عرض کردم آنچه در توان داریم در خدمت اون آرمان میگذاریم و همینقدر از دست ما ساخته است. امیدواریم که تعداد بیشتری، جوانان بیشتری با توانایی های بیشتر ملحق بشن، بتونن بیان و خود شما با تماس هاتون
به کیفیت برنامه ها بیفزایید. رفیق صدیقه، من و شما تنها نیستیم، لطفا خواهش میکنم رفیق همکارمون، رفقای همکاری که اتاق فرمان نشستین، ما میخواییم این دوربین رو بگردونیم شما هم ببینیم، که بینندگان عزیز بدونن که یک تیمی از همکاران در بخش‌های مختلف، در گرفتن تلفن‌ها، در مونتاژ برنامه‌ها، بله در مونتاژ برنامه‌ها، در صدا، در تصویر ما رو همکاری می‌کنن و این رفقا متاسفانه دیده نمی‌شن، مثل اینکه الان می‌بینی شما این رفقا رو، رفقایی که با برای اجرای این برنامه‌ها با ما همکاری می‌کنن. بله میگن تلفنی روی خط داریم، منتها دوست دارم که دوربین برنامه ما روی رفقای همکار باشه توی اتاق فرمان. شما بگیرید تلفن رو. بله بیننده عزیز، شما هم همزمان روی خطی، ما تلاش میکنیم که تیم همکاران امشب رو تصاویرشون رو نشون بدیم، امیدوارم دیده شده باشن، ولی خب شما بفرمایید روی خطیم. الو، بله رفیق تلفن و رفیق صدیقه و به همه همکارا، به الان همه رو داریم میبینیم اینجا. بله خسته نباشید واقعا. خیلی من چند نکته کوتاه رو میخواستم بگم. یکی اشاره شد به مخارج تلویزیون کومله. یه نکته رو که فراموش شد گفته بشه اینه که مخارج کومله در واقع مخارج کمی نیست، مخارج اجتناب ناپذیری هست که کومله باید بده. به غیر از اونا بسیاری از مخارجی که کومله میبایست بده و نمیده، این تلاش همکارای داوطلب تلویزیون کومله است در کردستان، در سوئد، در کشورهای دیگه دنیا که کمک میکنن و اگر این یک تلویزیون سنتی بود و تلویزیون مثل بی بی سی بود یا تلویزیون دیگه، خب این استخدام همکاراش، استخدام کسایی که برای این تلویزیون کار میکنن بسیار بسیار بهش هزینه برمیداشت. ده ها نفر، شاید بگم صدها نفر برای این تلویزیون کار میکنن بدون این چشم داشته مالی داشته باشن و این بسیار بسیار کمک میکنه که از لحاظ مالی تلویزیون کومله مستقل باشن. اشاره شد به اخبار کومله و اینکه چرا اخبار به روز نیست و روز بعد پخش میشه، تکراری هست و اینا. خب ببینید مثلا تلویزیون مثل تلویزیون بی بی سی اگه شما مقایسه بکنید، اینا خب خبرگزاری هستن، تلویزیون کومله خب خبرگزاری نیست. خبرگزاری بودن مستلزم اینه که شما خبرنگار داشته باشی در کردستان، در ایران، در سایر کشورهای دنیا خبرنگار اختصاصی داشته باشی، همون لحظه خبر گزارش بکنی. یه دلیلش هم میتونه این باشه به هر حال. و من دارم نگاه میکنم تلویزیون کومله از طریق اینترنت، از طریق tv.comale.com. بسیار خوشحالم که شماره بسیار زیادی از بیننده ها دارن تماس میگیرن و دارن به این موضوع فکر میکنم که بیننده هایی که با این تلویزیون تماس میگیرن همه الان خیلی برشون سخته که برسن به استودیو. یک دلیلش اینه که ما این صفحه تلویزیون کومله صفحه تماس بیننده ها رو ورداشت به خاطر اینکه کسایی که رژیم استخدام میکرد برای تماس با تلویزیون کومله و اختلاع در برنامه تلویزیون کومله، این موقع میدونی که شما 10-15-20 نفر از بسیجی ها و نمیدونم سپاهی ها و کسایی که رژیم استخدام کرده اومدن تو صف رو اشغال کردن، بعد به فرصت داده نمیشد به بقیه کسایی که واقعا میخواستن با تلویزیون کومله تماس بگیرن و حرفشون رو بزنن. از این لحاظ تلویزیون کومله مجبور شد که این صفحه بعد به همین دلیل اینجوری شده که هر کسی که تماس میبره اگه یک نفر دیگه داره حرف میزنه در استودیو بوق اشغال میخوره به تلفن بیننده ها. این یه مشکل هست. البته برای من دوباره تبریک میگم و دست همه کسایی رو که برای تولید این برنامه ها تلاش میکنم به گرمی میفشارم و امیدوارم که همیشه موفق باشید. بله ما دست شما رو به گرمی میفشاریم.
نکته ای رو خدمتتون عرض بکنیم. من راستش بخوای رو بینندگان بگم، الان تعداد زیادی از بینندگان این برنامه پشت خط تلفنن. این یه واقعیتی، من و شما توی برنامه های گفت و شنود تجربه کردیم، بسیاری از شبایی که برنامه اجرا میکنیم شمار زیادی از بینندگان گله‌مندن، مثل همین بیننده عزیز دشت مقان که میگن 2 ساعت پشت خط تلفنن که نتونه. این رضایت بخش نیست. البته پول میخواد 2 تا خط یا 3 تا خط داشته. ما به هر حال به قول همون بیننده عزیزی که از نروژ با ما تماس گرفتن و به درستی گفتن بخشی از هزینه های و مخارج تلویزیون کومالور اعضای حزب کمونیست ایران تأمین میکنن، ما باید تلاش بکنیم مخارج بیشتری رو تأمین بکنیم که بتونیم 2 خطه بشیم، بینندگانمون پشت خط نمونه. این یکی هم از که جمهوری اسلامی میکنه اون بسیج به قوت خود باقی هست. نه بابا اونا مشکلی نیست، باور کنید اصلا اونا هم بیان روی خطم و خط و صحبتم بکنن. اغلب شما را هاشون شناسایی شده است، میدونیم تعدادشون کیا هستن. به نظر من هیچ ایرادی نداره، ایجاد میکنه وقتی برنامه واقعا مقداری تلف میشه و هدفشون هم این هست دیگه. ولی رفقای بخش تکنیک میگن که 2 ساعت و یه رو به برنامه طول کشیده و به حال هرچند دلمون نمیخواد میخوایم بیشتر صدای شما رو بشنویم ولی ناچاریم کم. ولی رفقای تکنیک این دعوا رو همیشه با ما دارن در برنامه های گفتشنود که ما چیز بکنیم. خب اگه مثلا نخواهیم جمع‌بندی بکنیم رفقای تکنیک که نمیان بیرون نمون کنن از استودیو. آره ولی جمع‌بندی هم نکنیم به حال این همه استقبال، این همه تلفن، این همه محبت و خلوصی که شما نشون میدید به ما بیشتر قوت قلب میده و ما رو مصرتر میکنه که هم برنامه ادامه دارتر بشه، هم تلاش بکنیم که بیشتر مسائلی که مورد نظر بینندگانمون هست مطرح بشه و مشارکت بیشتر شما در بحث هم آرزو و ایدئال برای ما و ما هم این سالگرد رو، این تریبون رو که کارش آغاز کرده مثل یک کانال بین شما و هم طبقات رو میبینیم. ما خودمون رو صاحبش نمیدونیم، تعلق داره به همه شما عزیزان بیننده و به شما تبریک میگیم و در پربار کردن اون یا پربارتر کردن برنامه ها از شما هم انتظار داریم. بله رفیق صدیقه، اولا بدون بیننده های برنامه های تلویزیون کومله موجودیت ما اصلا معنا نداره. اینجا تمام این دلگرمی ها، این صدا بلند کردن ها، این شور و شوق های ما بسته به اینه که این برنامه ها بیننده داره در اقصانقات ایران، زنان، کارگران، کودکان، سالمندان، بازنشستگان، جوانان، این تلویزیون برنامه بیننده داره. به همین دلیل من هم به سهم خودم ببینم فعلا کدوم دوربینو دارم، این دوربینو دارم وسطو، بله دور این دوربین رو دارم. یک بار دیگر آغاز 8 سالگرد فعالیت تلویزیون کومله رو به همه همکارانمون در بخش‌های مختلف این کانال تلویزیونی، به شما کارگران، مردم زحمتکش، زنان، جوانان، دانشجویان و همه فرودستان جامعه که این تلویزیون تلویزیون شماست، این کانال کانال شماست، این تریبون تریبون شماست، یک بار دیگر تبریک میگیم. تا شما باشید ما خواهیم بود و تا زمانی که بتونیم راه بریم تلاش میکنیم فعالیت‌های این کانال مردمی و کارگری رو تضمین بکنیم و این اطمینان رو به شما خواهیم داد. مطمئن باشید اگر روزی هم به لحاظ مالی دچار مشکل باشیم شما هستید. بله منم میخواستم از طرف همه تهیه کنندگان، همه مجریان، همه رفقایی که با تلویزیون کومله در هر جای ایران یا جهان هستن، از این همه لطف و محبت شما که امشب نثار ما کردید تشکر بکنم. از تماساتون، از انتقاداتتون، از پیشنهاداتتون، با امید پیروزی، با امید رهایی و با امید متحد کردن صفوف طبقاتیمون و با و ببخشید از اینکه شماری از شما امشب هم نتونستید با ما تماس بگیرید، صحبت بکنید. ما برنامه‌های آینده گفت و شنود من و رفیق صدیقه جدا جدا البته در خدمتون خواهیم بود. پایان بخش برنامه امشب رو رفقای همکار عزیز یه ترانه کردی رو مثل این که گذاشتیم. در حال اگه وقت باشه رفقا تکی موزیک تقدیم میکنن، اگه فرصت نباشه میذاریم برای برنامه های دیگه. هر کجا که هستید شاد و سربلند و پیروز باشید. درود بر همگی شما.
بلندگوی آزادی و سوسیالیسم، مبلغ اتحاد و همبستگی کارگران، تریبونی برای فریادهای خاموش شده، سیمای اعتراض علیه تبعیض و نابرابری جنسی، مشعل راه مبارزه کمونیست ها، پرچمدار انترناسیونالیسم پرولتاری، مبارزه پیگیر رفع ستم ملی، صدای بلند ضد خرافه و کهنه پرستی. تلویزیون کمونیست.